بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه است، 23 ژانویه 2019 و برابر است با 3 بهمن ماه 1397. حتما شما هم هر جای دنیا که هستید به این فراخوان خانم مریم قجر رجوی جواب مثبت بدین و برید ایران روز 19 بهمن بریزید توی خیابونا. من نمیدونم حالا 19 بهمن رو چرا انتخاب کردن. ما 10 بهمن داریم، 22 بهمن داریم، 19 دیگه، اینا از کجا آوردن و برای چی؟ نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنید کسی واقعا به این به اصطلاح مجاهدین اصلا اهمیت میده؟ یا من که فکر نمی کنم، اینا مهره های سوخته هستن. خیلی خوشحالم آقای خوشنودی هم اینجاست. بذارید من اینو بردارم یه دونه تصویر از خودم بدم بهتون که نوشته شما هم می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اون روز دوشنبه من با یک آقای مصاحبه کردم، بعدش از دوشنبه تا همین امروز صبح تلفنایی که میشد، پیامای ایمیل که آقا این چی بود، این آقا کی بود، اینها دیوونه هستن، شما چرا اینها رو میاری؟ گفتم عزیز من، شما خوشحال باد باشی که من اینها رو میارم تا شما ببینی جامعه ما از چه کسانی تشکیل شده. همین امروز یه آقای خیلی مؤدب و دست کم نباید آنها را گرفت، باریکلا، این خانم بهیه جیلانی، امیدوارم حالتون بهتر شده باشه، میگه که آمریکایی‌ها میگن never say never، هیچ وقت نگو هیچ وقت. یه دفعه میبینی علمشون میکنن، تقویتشون میکنن، میفرستنشون اونجا تبلیغ میکنن به مردم، میگن که ما نمیدونم انقدر بهتون پول میدیم، به هر نفری 60,000 تومان، 100,000 تومان، 1,000,000 تومان، چقدر پول ارزش شده دیگه ما بلد نیستیم. و درست میگه، بله، میگه سلام بر شما و زری مفتخور. ببین زری خانم، گفتی کمک نمیکنم، اسمت شد مفتخور. حالا خود مفتخور بودنم میشه گفت یه هنری هست. بذارید من این چیز فیلم رو هم بذارم اینجا، شماره تلفن. این بهتره یا قرمز؟ این بهتر است یا قرمز؟ این بهتره. 202-695، یه بار دیگه براتون بیارم، 202-695-2573. دوستان عزیز، این برنامه از محل جدید، از منزل جدید، از استودیو، من هر وقت می نویسم برای کسی مثلا بیا ببینمت یا برنامه داشته باشیم، می نویسم این آدرس منه، خونه و استودیو، محل کسب و کار. و دیگه عادت کردیم از سال 2006 که خودمون تصمیم گرفتیم مستقل باشیم، مستقل، منت کسی رو نکشیم، آمدیم این تلویزیون مردم تیوی رو که از سال 2003 باز کرده بودیم به اصطلاح دیگه تمام وقت، آمدیم کنار از تلویزیون های دیگه و دیدیم که اونا هر کدومشون یه سازی میزنن و ما باید همه رقصا رو بلد باشیم. بعد جالب اینه که بعضی وقتا اونا سازم بلد نبودن بزنن. گفتیم نخواستیم، میایم اینجا ما با دوستانمون، الحمدلله، یا چی بگیم، والا میگی الحمدلله، ترم میگی گفتم بهت این پدر سخت مأمور جمهوری اسلامی ها، بعد باباش خودش بهش میگه الحمدلله. مجاهدین واقعا در ایران منفورترین هستند و خودشون هم بهتر از هر کس دیگری میدونن، امیدوارم بدونن، چون به نظر میرسه آقای اکبری نمیدونن. اگه میدونستن میرفتن دیگه دنبال کار زندگی خودشون، آبروریزی هم حقیقتا بیش از این نمی کردن. ولی حالا باید صبر کرد و دید چه خواهد شد. بذارید ببینیم، روی یوتیوبم پخش میشیم، بله روی یوتیوبم پخش میشیم و من یه امتحانی کنم. آها، براتون بگم، ما دوشنبه به دوستان گفتیم که چون سه شنبه بالاخره بعد از چند تا برف و یخ بندون و مشکلات و اینها قراره بریم. من هیچ وقت توی، گرچه چرا توی اکتبر اینام موف کردم یا اسباب کشی کردم، ولی توی ژانویه به این سرما، اونم برف و یخ بندون اینها،
نبوده و خیلی کار بدی هم هست. یخ میارن تو خونت، برف میارن تو خونت. حالا ما تو این خونه مثلا اومدیم، بهتون گفتم اون نفر قبلی که میخواد بفروشه همه سعی و کوشش و هم و غم و انجام میده که به بهترین شکل این رو نشون بده. نفر جدید که میاد تا میخره اول میگه این رنگه بده، این زمین بده، این آسمون بده، این چراغ بده. خلاصه را میفتن میرن یک کانترکتور پیدا میکنن. حالا اگه شانس بیارن یک کانترکتور خوب پیدا میکنن مثل آقای پتیک، اگه شانس نیارن کانترکتورهایی پیدا میکنن که بعضی هاشون اول میان پولو میگیرن میرن دیگه پیداشون نمیشه. بعضی ها پولو میگیرن کارا رو نیم تموم انجام میدن، وقتی که تمام پول رو گرفتن بعد شما به هر کی هم میگی دیگه اون کار انجام نمیده. خلاصه ما خودمونو، من که خودم نه، همسرم و پسرم و اینا بالاخره اونجوری که دلشون خواسته این خونه رو درست کردن. وقتی از یه خونه بزرگ میای خونه کوچیکتر، روزای اول به نظر خیلی جا تنگ میاد اینا، ولی بشر عادت میکنه. و خلاصه دیشب ما اولین شبی بود که اینجا خوابیدیم و امروز صبح هم بیدار شدیم و صبحانه خوردیم، و ولی صبحانه خیلی مختصر، یک کافی، یک قهوه و یک دونه کیک. کیک های اینجا رو که بهش میگن مافن، آمریکا همه چیش بزرگه، انقدره وقتی یه نفر میخوره. اونجا تو شیراز ما 2 تا 3 تا کیک کوچولو، کیک فنجونی میگفتیم، اینجا فنجون نیست، انقدره. خلاصه یکیش که میخوری سیر میشی. نهارم نخوردم با عزتون، یه دونه موز خوردم. میگن موز برای افراد پیر مثل بنده خوبه، کلسیم داره، فلان داره، پتاسیم داره، فلان اینها. و اما خلاصه زنگ زدیم گفتیم ما میخوایم بریم. امان از وقتی که زنگ که میزنی اون طرف بلد نباشه و حرفم گوش نده. الحمدلله شانس ما اینجوری نبود. این بار که زنگ زدیم یه خانمی به نام کریستینا جواب داد و من گفتم اینجوری و اینها، خیلی هلپفول، خیلی کمک کرد، گفت که بهترین کار اینه که شما این کارو بکنی، من برات این کارو میکنم. خلاصه همه این کارا رو انجام داد. من وقتی آمدم با ماشین، همون یه لود اول هم آمدیم، یه کامیون خیلی بزرگ اینا آورده بودن. براتون میگم چه جوری کامیون اجاره کنید و فلان اینها، اگه دوست داشتید خودتون اجاره کنید برید کارگر بردارید، اگه نه این شرکت ها پدر همدیگر در میارن، رقابت. اون میگه 2 تا مرد میفرستن با یه کامیون 150 دلار، اون میگه من 2 تا مرد میفرستم با یه کامیون 60 دلار. خلاصه آمده بود یه کامیون خیلی بزرگ 26 فوت و اینها و 2 نفر مرد، که مردم تو آمریکا فعلا اسپانیش ها هستن که کار میکنن، و تناب و میندازه پشت گردنش، این مبل رو بر میداره، اصلا شما میمونی خدایا اینا چجوری، این چه قدرتی داره. وقت این مردک دیوانه شارلاتان ترامپ میگه اینا رو باید از اینجا کرد بیرون. خب اینا اگه برن بیرون، بچه های عقب افتاده تو میان این کارا رو انجام میدن توی مزارع آمریکا، دختر تو میاد به اصطلاح دولا بشه، استرابری بردار و فلان اینا. حالا ممکنه دولا بشه این ور اون ور، ولی اونجا نمیشه. میگه سلام آقای خوشنودی، آقای خوشنودی خوش و خوب برخورد، مرسی واسه سلام شما. خب و اما خلاصه اون خانمه گفت شما رفتی اونجا، زود تلفن تو روشن کن ببین اینترنت داری یا نه. گفتم خب مودمش که تو جیب منه. خندید گفت یادم رفت باید مودم تو اول وصل کنی. این ماجرای مودمش تو جیب منه، آقای فیلابی یه دفعه من باهاش داشتم کار میکردم، یه سری بودیم، محمود بود، اون بود، اون بود، فرزاد بود، فلان، یک جمع ایرانی بودیم، داشتیم کار میکردیم. من یه چیزی تو جاده دیدم، توی ایران به این میگفتن کاردون، من نمیدونم چرا میگفتن کاردون، اینجا میگن درایو شافت، یعنی چیزی که میچرخه باعث رفتن ماشین میشه. بعد کامیون های یه چیزی دارن اینقدر، این کاردونه برای اینه که به اصطلاح بار ماشین رو ببره بالا و خالی کنه و اینها. ما اینو رو زمین پیدا کردیم، وایسادیم، برداشتیم، گذاشتیم تو ماشینمون با اون رادیوهایی که با هم دیگه صحبت میکنن. گفتم که یه دوستان اگه رفتید اونجا اون دکمه رو زدید، این بدتون، این بارتون نرفت بالا،
این کاردانتون، این درفشفتتون تو ماشین منه. آقای فیلابی گفت خب سوربی بذارید براتون، حالا که براتون کار کردن با آقای فیلابی خیلی خوبه، اصلا خسته نمیشی، همش جوک میگه و اینا، و گفت بذارید براتون یه جوک بگم که حقیقت بوده. حتما تا حالا چند بارم شنیدید، اگر بیننده و بینندگان شنوندگان برنامه من بودید، میگه که در سلاخ خونه تهران دیدین که این سلاخ ها مثل افسرها که مثلا اسلحه بغلشونه، این سلاخ ها همیشه یه چاقوی انقدی بهشم میگفتن دشنه فکر کنم همراهشون بود که بتونن فوری سر ببرن و بذارن اینها. گاردون از کجا اومده آقای خوشنودی؟ این کلمه گاردون چیه؟ بله یادم، میگو گاردونا رو گریس بزن فعلا، بعد که میریم اونجا گریسکاری کامل. چه بی خود الکی گریس میزدیم، الکی گریسا رو میریختیم بیرون. اگه اینجا بدونی 10,000 مایل به 10,000 مایل هم گریس نمیزنن. البته خب جاده های اینجا چی؟ جاده های ایران و شیراز و اهواز چی؟ بمانه. آقای فیلابی گفت که در سلاخخانه تهران روزی دعوا میشه و این سلاخ ها دست میکنن به دشنه، میفتن به جون هم دیگه. یه پاسگاه کلانتری بوده نزدیک اونجا، بالاخره پلیس وقتی میاد همه اینا رو میگیره و میبره اونجا، و نشسته بودن و اینها، یکیش مثلا اینجاش پاره شده بوده، یکیش گوشش بریده شده بود، اینها یکیش شکمش پاره شده بوده که روده هاش تو دستش بوده، ولی قاه قاه داشته میخندیده. افسر نگهبان، یادتون افسر نگهبان میومد یه چیز زنجیری هم انداخته، یه پلاگی انداخته تو سیرش، افسر نگهبان. خب مگه اینجا چند تا افسر داریم که حالا یکیش افسر نگهبانه؟ اینم بیچارا عادتشون داده بودن دلشون خوش باشه به این علامت ها، به این دیدید دیگه، شاه بیچاره خودشو کرده بود مثل چراغ کریسمس، از اینجا تا اینجا آویزون کرده بود. هیچ کم نمیدونست این برای چیه، برای کدام جنگه، برای کدام فتح و فتوحاتی که ایشون انجام داد. بمانم، گفت که یکی نشسته بود قاه قاه میخندید، افسر نگهبانه صداش از تو اتاق خودش شنید، آمد بیرون گفت که مردک چرا میخندید، تو که دل و رودت تو دستته. گفت جناب سرمان این درست نیست، میرم بیمارستان، این مهم نیست، میرم بیمارستان درست میکنم، مهم اینه که مثلا حسن آقا امشب عروسیشه ولی فلانش تو جیب منه. آقای فیلابی گفت که گفت که این ماجرای درایو شفت اونا تو ماشین توه، این من یاد اون جوک انداخت. آقای اکبری میگه نه کاکو، کاردون و میل کاردون. حالا من نمیدونم در صورت اون چیزی که میچرخید، ولی اینجا بهش میگن که درایو شفت، بعد به اون پلوس و اینا میگن اکسل، بعد به چهار شاخ کاردون میگن یو جوینت، و چه چیزایی که ما اینجا یاد گرفتیم به خاطر اینکه پول نداشتیم و مجبور بودیم خودمون کار کنیم، و بعض وقتا آدم خوشحاله، بعض وقتا یه کمی ناراحت میشه، غمش میگیره که خب من چرا باید این کارا رو انجام بدم، این زحمت ها رو بکشم، ولی نتیجهش همین که وقتی میبینی بچه‌ها موفقن. و یک لبخند نوه من اون روز اومده اینجا میگه بابا تخت من چرا درست نیست؟ گفتم که بابا اول بذار من خودم تخت خودم رو درست کنم، بعد به هم گفت تا سه شنبه که من میام باید تختم درست باشه. گفتیم باشه. سه شنبه که دیروز بود با دخترم که اومد اینجا، اولین حرفش، اصلا من نمیدونم اینا چجوری یادشون میمونه، البته به خانم هم میگم خب چیز دیگه ای که تو فکرشون نیست که، فکر آب و برق و شهریه و ماشین و بیمه و اینا که نیستن که، این از اون روز تا حالا همینجوری تو مغزش بوده که من میام خونه بابا بزرگ، البته خونه ما نیست، خونه مامان بزرگه، میگم ما قسط میدیم، ما مرگج میدیم، البته اون بنده خدا هم قسط مرگج میدیم. در هر صورت تا آمد دیروز گفت که برای من پیتزا آورده بودن، جای شما خالی. این چه تعارف بی خودیه، من پیتزا خوردم جای شما خالی، یعنی چی؟ یعنی واقعا اون موقع من میگم ای کاش پتیکم اینجا بود، ای کاش اکبری هم اینجا بود، ای کاش خانم جیلانی هم اینجا بود، ای کاش خوشبینم اینجا، خوشنودی هم اینجا بود، ای کاش خانم زری خانم هم اینجا بود. پس چرا دروغ میگیم جای شما خالی؟ حالا شیرازی ها که میگن جای شما سبز بود، اون دیگه نمیدونم یعنی چی. خب بمانه برنامه امروز،
امروز نه کاغذی داشتم نه چیزی، دو تا موضوع نوشتم براتون میارم میخونیم، بعد شما اگه دوست داشتید موضوعی به نظرتون آمد، این نشست داووس که من بهش میگم نشست دایوس، مثل که بازم برقراره و دیدم دوچه وله داشت صحبت میکرد، خیلی جالب حرف میزدن. گو اصلا این نشسته هیچ کاری انجام نمیده، این مثل گرد همایی آدمای پولداره که میان اونجا به ریش آدمای کمپول میخندن. حالا شما اگه چیزی شنیدید و میدونید شما بگید و بریم. این آقای سیروس دولت شاهی لطف کرده یه چیزی فرستاده. ضمناً دوستان این هفته نگاه اینجا میکنن تقویم، اون خونه تقویمش اینجا بود، حالا نگاه اینجا. این هفته هم آقای لادن روز یک شنبه یک برنامه داره که نشون میدم، حالا هنوز مطمئن نیستم که ایشون جمعه 25 با ما هستند یا نیستند. بله حتما شما هم به این نامه ها و چیزا برخورد کردین و بعضی وقتا هم آدم نمیدونه چی بگه. خب یه چیزی که الان خیلی رایج شده اینه که همه به همدیگه میگن درود بر شما، 100 درود بر شما، 1000 درود بر شما. مثل ایرانی ها دیدی الان دیگه همدیگه رو میبینن، یه ماچ و دوتا ماچ کمه، 3 و 6 و 7. anyway دوستان صدای من تو این اتاق چجوریه؟ پیچش صدا یا پژواک نداره؟ اگه داره باید این در دیوارا رو مخصوصا وقتی رنگ تازه میزنن دیگه هیچ سوراخ میخ و اینا نیست، باید یک اسپانجایی بخری مثل جا تخمرغیه، اینا رو به دیوار وصل میکنی صدا که میره داخلش دیگه دور نمیزنی. برگردیم به این درود و ورود و سلام و درود خروج و اینها. این نوشته که از قول شادروان استاد دکتر زرینکوب، این ماجرای دو قرن سکوت. من ایشون رو نمیشناسم نه کتاباشو خوندم. اگه یه کسی به من میگفت که ایشونم آیا مثل آقای پروفسور انصاری، مثل اون آقای شجاع دین شفا قبل از انقلاب با شاه میرفت حج و اینها، بعد یه دفعه انقلاب که شد معجزه امام خمینی اینا همه دانا شدن، یا ایشون مستثنا بوده حتی در دوره چیزم دوره شاه هم ایراد میگرفته. خیلی ممنون دوستان. آقای مهران احتشامزاده هنرمند خوبمون از آلمان نوشته آقا همه چی خوبه، وقتی این هنرمندا بهت بگن همه چی خوبه دیگه یعنی خیلی خوبه. چون اون روز دیدم این آقای افراخته، مجید افراخته، چون آلمان هست به بیس میگه باس، گفته بود که صدای شما باسه بمه، و وقتی رفتم نگاه کردم دیدم که دو تا میکروفون صدای منو می آورده و هر چقدر اینا همزمان باشن باز اونجا تأخیر ایجاد میکنن و مثل یه اکو میشه. در صورت ممنون از آقای افراخته، ممنون از آقای احتشامزاده، ممنون از همشهری عزیزمون آقای اکبری که گفته صدا خیلی هم خوب هست. و اما این نوشته میگه که معنی سلام از دیدگاه مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب چهره ماندگار کشور. دروغ میگویند سلام سلامتی میآورد یا با سلام سلامتی میآید، چنین چیزی درست نیست و ننگ بر کسانی که کلمه سلام یعنی تسلیم شدن یا تسلیم بودن را در سرزمین ایران رواج دادند. چرا خود تازی ها عرب ها هرگز نمیگویند سلام؟ آقا میگن، چرا دروغ میگی؟ آقای زرینکوب مرده، آقای سیروس دولت شاهی عزیز من، میگن هم اولی که هم دیگره میبینن با اون صدای بزرگ میگه سلام علیکم، هم وقتی میخواد بره میگه مع السلام. چرا دروغ میگید آخه؟ چرا دروغ ها رو پخش میکنید که من احمقم اینجا بیام دروغی رو که شما پخش کردی بیام بیشتر پخش کنم؟ آنها میگوین اهلا و سهلا. نخه، همیشه نمیگن اهلا و سهلا. نخه، من خودم برای یک کسی که از قطر دوحه آمده بود کار میکردم، 7 بچه داشت و همشون، ما صبح که میرفتیم اونجا منزلشون برق شهردار بود، صبح که میرفتم اونجا هر کدومشونو میدیدم
من میگفتم سلام، اون میگفت سلام علیکم. بچه ها دختراش که از من کوچکتر بودن، اونها به من میگفتن السلام علیکم، بله مرحبا و اهلا و سهلا، و اینا هم جزء تعارفاشونه. حالا بیاین نگاه کنیم ببینیم این استاد دکتر زرین کو. بله. و اما سلام چیست؟ در زمان یورش اعراب، ایرانی های شکست خورده در کوچه و خیابان، در هنگام برخورد با یک فرد عرب از ترس جان و اینکه مورد حمله قرار نگیرند و به درد سر جزی دادن و غیر نیفتند، هنگامی که از کنار عرب ها رد می شدند، دستان خود را به علامت تسلیم بالا می بردند. حالا شما نگاه کنید، اصلا اون دوره که تفنگ و مفنگ و اینا نبوده، افرادی که تسلیم می شدن که دستشونو بالا نمی بردن، شاید مثلا یه پاشونو بالا می بردن. ببینید اینجوری کم کم، یادتونه تا پریروز می گفتن، عربا گفتن بگید یعنی من تسلیمم، حالا میگید دوتا دستشونم تو خیابون بالا می بردن تو کوچه ها. آقا نگید اینقدر دروغ، اینقدر ما ایرانی ها رو ذلیل نکنید، والا عربا باید اینا رو پخش کنن، عربا باید اینا رو پخش کنن، نه من و شما. اگر همچین چیزی هم بوده، ما امروز باید بی سر و صدا ازش بگذریم. آقای رجبی میگی که هم صدا آلیس هم تصویر. مرسی آقای سربی عزیز، منم از شما ممنونم. خب دستشونو بالا میکردن، سلام یعنی تسلیم، و هر کسی که اعلام تسلیم شدن میکرد یعنی میگفت سلام. اصلا ببینید چه جمله بدی، یعنی این آقای زرین کو حتی جمله نوشتنش غلط بوده. از خوردن تازیانه و شلاق و مشت و لگد در امان میماند. امروز 1400 سال است که از حمله اعراب گذشته است، ولی آثار آن حمله در مغز و دل ایرانی پا بر جا مانده است. به جای سلام که همان من تسلیم اعراب هستم باشد، درود را به کار ببرید تا سنگر به سنگر. اولا اینا فکر میکنن وقتی گفتن درود تو سنگر پیروز شدن. این خانم پری صفاری اینجا از بس هرزگی کرده با افراد مختلف بوده، بهش میگن پری سناری، یعنی برای سنارپور خودشو به گایدن میده. این میگه من تو سنگرم. شما فیلمای 5 سال پیشش رو نگاه کنید، فیلمای الانش هم نگاه کنید، ببینید این سنگره یا جراحی پلاستیکه. و این آقا نوشته که شما بگید درود را به کار ببرید تا سنگر به سنگر این بلای ایران سوز را از مغز و دل خود بیرون برد. پس درود بر شما که این نگاشته را میخوانید، صد درود بر شما که این نوشته را پراکنده می نمایید، هزاران درود بر تو که هنگام رسیدن به یک هم میهن درود را به زمان می آورید. اینا رو آقای سیروس دولتشاهی، اگه دکتر زرین کوب واقعا یه همچین چیزی نوشته، به نظر من این آقا باید بره یه دکتری، حالا که مرده دیگه احتمالا دیر رفته دکتر. آقا این مزخرفات چیه؟ هزار درود نمیدونم برای ایشون نوشتم. آقا فعلا شما درود رو کنار بذار، مشکل ما دروغه، که همینایی که هی به هم میگن درود درود، واقعا منظورشون اینه که دروغ دروغ، زندگی من سرشار از دروغه. بمان میگه این آقای زرین کوب هم کمی متوهم بود، از این نوشته ها زیاد داره، جدیش نگیری. ولی شما یه سوالی که من کردم جواب بده، هیچ نوشته ای داره؟ چون کسی که الان مرده احتمالا قبل از انقلاب هم زنده بوده، میتونسته بخونه بنویسه. هیچ نوشته ای داره که قبل از انقلاب یک کلام درباره اعراب، درباره اسلام صحبت کرده باشه؟ اینو من با آقای مینویی هم گفتم، به دیگرانم گفتم. آقا شما هم میگین شجاع‌الدین شفا، این مردک نه شجاع بود نه کسی رو شفا میداد، یا آدم الدنگی که هر جا حقوقش دادن پولش دادن وایساد به نفع اونا حرف زد، با فرح حج میرفت تو دفتر فرح مزخرفات اسلامی می‌نوشت، همچین که از این وری به اون وری شد اینایی که پولش میدادن همین مد تو مهمونی ها شجاع الدین شفا، همینا ما رو اینجوری نابود کردن. یه مشتی آدم دروغگو که وقت میشن سمبل من و شما، میشن اینجا بهش میگن رول مدل، یعنی من و شما باید نگاه کنیم به اونها. شما فکرش بکنید، مثلا من اگه میخواستم به آقای پروفسور انصاری نگاه کنم، این مردک دیوانه
یه نفر آمریکایی رو، اولا گی بود، هم جنسگرا بود، به ما مربوط نیست، مال خودشه، بده بگیره، کی میشماره. یه نفر مردکی رو برده بود، حالا لابد میخواسته پولش نده، نمیدونم فلان، نهار خورده بودن شمشیری، بعد آورده بودش تلویزیون. این مردک، ای کاش که این فیلم ها بود الان میدیدید دوستان، ببینید کسی میتونه پیدا کنه. اولا این پروفسور انصاری میگه من چیز متخصص هیپنوتیزم، این آورد خوابون تو تلویزیون رنگارنگ، خب اینم چلو کباب و دوغ بهش دادن خوابید. بعد بهش میگفت که شما چی میبینیم؟ میگو من یک آقایی رو میبینم داره ایران رو آزاد میکنه. حالا منظورش کی بود؟ آقای رضا پهلوی. خب ببینید اینا مردم رو علاف کردن، بعد یه مدت گذشتن، بعد دیدم آقا خود ای آقا رفته چند سفر حج، بعد که بهش گفتن خب من باید میرفتم ببینم چقدر بده، برو آقا، برو آقا، به قول پدر من برو ننت شوهر بده. میگه ما ایرانی ها نمیدونیم چرا انقدر گیر میدیم به عربا، اما اگر جشنی باشه رقص عربی با سینه های بزرگ حتما باید باشه، از اون ور دبی حتما باید بریم یا مکه بریم طلا بخریم، از اون ور هم، حالا طلا یه چیزی اقتصادی مسئله نیست، موزیک نانسی اجرام تو ماشین گوش، من دیدم آقا میری کانون، از کانون فرنگیان میان، درود بر شما، به درودتان، بامدادتان، چامگاهتان، همچی که میای تو پارکینگ همه سیگارا رو روشن میکنن، و تو مدرسه نباید ته سیگار بندازن، اصلا نباید سیگار بکشی، سیگارا رو روشن میکنن، موزیک عربی هم الحالی الحالی الحالی، یعنی این همینجوری موزیکش روشن بوده تا آمده کانون، حالا هم داره میخواد بخوره بره خونه، یا میخواد بره یه رستورانی میریم مشروب. شجاع الدین شفا برای شاه دو جلد کتاب انقلاب سفید را نوشت. چقدر قشنگ روز آقای مانی خورسندی گفت، آقا این انقلاب شاه بی ملت بود، اسمش گذاشتن شاه با ملت. دیدین هر کی کچله بهش میگن زلفی، هر کی کوره بهش میگن نورعلی، نمیدونم چی، اینم شاه بدبخت بی ملت اسمش گذاشتن انقلاب شاه با مردم. بله سلطنت طلب ها، اینا رو آقای احتشام زاده گفت، اون یکی هم آقای اکبری گفت، سلطنت طلب ها هم فوش میدن به عرب ها، اما شاه ایران مکه رفت، اونجا در مکه نماز هم خوند، از اون و اسم محمد رضا، اسمش هم محمد رضا شاه. بله میدونم میدونم، همه این بدبختی ها رو ما میدونیم، چیزی که هست اینا مثل که فکر میکنن ما مغزمون کار نمیکنه یا یادمون رفته، مثلا دیروز پریروز 30 سال 40 سال پیش یادمون رفته. اینم از این، اگه کسی بتونه نوشته هایی رو از آقای زرین کوب قبل از چیز پیدا کنه من ممنون میشم. در صورت آقای دولت شاهی، چون شما لطف کردید این نوشته برنامه آقای لادن و دوستان اندیشکده رو هم برای من فرستادید، من اون رو هم میخونم، بعد میریم دوستان 27 همین ماه 27 ژانویه یه برنامه هست در بله سیروس دو حاتمه، اینه نه اون یه سیروس دیگه است، بذارید پیداش کنم الکی نریم یه جای دیگه. کور را میگویند چراغ علی، آره من گفتم نور علی، یعنی کور بر وزن نور. خب بذارید اینه، خود آگهیه ایران اندیشکده تمامش این هست، یه صفحه رو من بهتون نشون بدم، سلکت ایریا، چنان یه دفعه دوستان یه باد سردی آمد که نگو و نپرس، و احتمالا این در منزل ما به بیرون بازه. من سرباز بودم کرمانشاه، وقتی میرفتیم فیلم نگاه کنیم اگه یه نفر میبود در رو باز میکرد، یارتون در رو باز میکرد، نور میافتاد رو صفحه، شما چیزی نمیدیدین، همه سینما یه دفعه با هم میگفتن کره دروگر رو ببند، دروگر رو ببند. بله میگه که پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، دانش و بینش، اندیشکده آگاهی و شناخت برای رهایی مردم و نجات ایران چه باید کرد؟ آیا پاسخ در اصلاحات رژیم فقاهتی است،
در رفراندوم بین بد و بدتر است یا در دوباره سازی سلطنت و یا در حمله نظامی است و یا باید در انتظار ظهور یک قهرمان ملی باشیم یا انتخابی سرنوشت ساز با انتخابی سرنوشت ساز روبرو هستیم. اندیشه آگاهی و شناخت از هم میهنانی، بذارید این قسمت رو براتون بزرگ کنم. این وقتی ما اینو میگیم با ماوسمون میریم دور اون پایین رو خط میکشیم، به کامپیوتر میگیم این قسمتش رو نشون بده. ببینید اینجا بعد میگه که اندیشه آگاهی و شناخت از هم میهنانی که به پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک الگوی زندگی اجدادمان باور دارند و از کمدانی خرافات مذهبی یا خرافات مذهبی امروزمان آگاهند و از جوانانی که آرزوهای برای ایران دارند دعوت می‌کند که در گردهمایی گفتمان فرهنگی و عصرانه شرکت نمایی. یک شنبه 27 ژانویه از ساعت 8 امیز ببخشید ساعت 6 بعد از ظهر تا 7:30 دیدار و گفتگو و سپس شام. آدرسش هم هست Grace Hopper Hall Building in Baldwin Park 1913 Meeting Place Orlando فلوریدا. زیپ کد اونجا هست 32814. خواهشمند است جا رزرو کنید. من حالا این آدرس و اینا رو براتون بیشتر قسمتش بزرگ میکنم که دیگه بعدن اگه بخواین با خودشون تماس بگیرید و به من کاری نداشته باشید. بله میگه که شماره تلفن هست 407 که ایریا کد اورلاندو احتمالاً و 720-9113. ایمیل هم هست andishkade@outlook.com. اندیشکده آخرش اون اچ رو ننویسید. آقای رجبی میگه این دوستان عزیز که 1400 سال تاریخ ایران را ندیده میگیرند خبر ندارن و نمیدانن که ایرانیت ما به دست آقای خسرو پرویز خودکامه برباد رفت، چون نسل خانواده ساسانی مذکر منکر ببخشید من نمیدونم چون نسل خانواده ساسانی منکر را یا مذکر را حتی فرزند منکر خود را مذکر خود را میکشت. آها فرزندان مذکر. شواهد تاریخی است که از خانواده ساسانی مردی نمانده بود. دخترانش را بعد از آنکه خودش را به سیاهچال انداختند شاه شد و آنها هم قادر به حکومت کردن نبودند. هر کدام چند ماهی حاکم شدند، خواستند به همان حرمسرا برگردند. پس این دوستان بروند یقه خسرو پرویز را بگیرند. آقای خوشنودی هم از کالیفرنیا با اون هوای خوب میگه مثل شاولایی که وقتی مردم میخوان توهین کنن میگن رضا شاه دوای کچلی آورد و مردم ایران همه کچل بودن، ولی نمیگن چرا خود رضا شاه کچل بود. خب این اشتباه شماست، چون خودش کچل بود رفت دوای کچلی آورد. خودش کچل بود رفت دوای کچلی آورد. اتفاقا باید اینجوری باشه، اگه یه نفر یه مشکلی داشته باشه باید تلاش کنه که این مشکل رو دیگران نداشته باشن. آقا حالا ممنون، خیلی ممنون از آقای رضاش. حالا چه سربی داره کچل میشه تو قرن 21 از دست شما هست. خب یکی دیگه از این آقای سیروس دولتشاهی رو خوندم. آقای فرخ ربیعی این رو هم بیاریم بخونیم که خیلی جالبه، بعد یه چند تا ویدیو اینها بهتون نشون بدم. برنامه امروز احتمالا یه کمی زودتر تموم میشه، چون دیدید وقتی از یه جای میان همین وسایل کامپیوتر و اینا من آوردم همه رو نوشتم، این ترانسفورمر اچ پی، این یکی مال اینه، این یکی مال اینه، حتی با کاغذ هم همین میخوای بس کنی کلی طول میکشه، بعد تازه روشن میکنی. هی حرف میزدم دیدم صدا نمیده، نشون میداد که میکروفون دوربین کار میکنه صدای من از اونجا میگیره، این میکروفون اونجا بود. دوباره چی شد؟ اون عروسی حسن آغاز، ولی فلانش تو جیب اون قد چیزه بوده. بله میگه زرین کوب تا قبل از انقلاب استاد ادبیات فارسی و تاریخ اسلام و ایران در دانشگاه تهران بود و بعد از انقلاب هم با مراکز دائرة المعارف اسلامی کار میکرد. اینو من کاری ندارم، میخوام ببینم هیچ چیزی در جهت این درود و هزار درود و صد درود نوشته اون موقع، یا اون موقع این برعکس من و شما که واقعا میگیم سلام سام علیک چطوری کاکو، اون میگفته السلام علیکم که بیشتر
به این نمیدونم دایره المعارف اسلامی چی اسلامی گفتید شما؟ آره دایره المعارف اسلامی بیشتر عرض ارادت کنه. من اینو میخوام بفهمم که اینا چه آدمای دروی بودن و ببخشید چه آدمای احمق امروز میرن دنبال این آدمای درو. بریم سراغ این آقای ربیعی، درست میگم؟ یه علی ربیعی هم اینجا داشتیم، بنده خدا فوت شد. خب اولا این نوشته های طولانی و اینها دوستان شما هم حتما براتون میرسه، واقعا میخونید یا همون خط اولش که میخونید یه فرش هم میدید به اونی که براتون فرستاده، انگار من مثل این بیکارم یا مردک بیکاری، این مزخرفات چیه نمیدونم. من بعضی وقتا براشون مینویسم دوستان این نوشته هاتون رو مختصر کنید و اینجا خودمون میگیم کوتاه و مفید، آمریکایی هم میگه کوتاه مفید مختصر. بله خب اینا رو اینجا داشته باشین، خبر فوری پخش کنید. یعنی دوستان اگر تا امروز نمیدونستید احمدی نژاد، حالا احمدی نژاد آخر دزدان مملکت را رسوا کرد و مجبور شد مصلحت نظام را زیر پا بگذارد، افشاگری جنجالی و تکان دهنده احمدی نژاد از فساد سیستماتیک مقامات عالی رتبه کشور بعد از حکم بقایی احمدی نژاد سکوتش را شکست. یعنی دیگه از این خبر ما توپتر نداریم. ولی یه سوال از شما میکنم، یعنی شما تا امروز نمیدونستید؟ اگه نمیدونستید که عجب آدم غافلی بودید، و اگه آدم غافلی بودید از یه آدم غافل چه انتظاری میشه داشت حالا که امروز یه خبر جدید بهش دادن؟ هنوز این ناخونا رو کوتاه نکرد ولی ناخونگیر آوردن بعد از بنا. اون کسی که این ناخونگیر رو واقعا ساخته، بعضی چیزها ما چیزها رو دست کم میگیریم، این چیزها رو دست کم میگیریم، we take it for granted به ایرانی نمیدونم چی بگیم. چه واقعا فکری داشته یه جای اون قیچی؟ من بعضی وقتا تو رستم با سیمچین میچیدم، سیمچین خیلی خوب میچینه، فقط یکم تیز تیز میشه با بلد باشیم. خب محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به رئیس دادگاه تجدید نظر من داشتم اون وقت حالا چیز نشون میدادم، شما اونجا بودید ببخشید، داشتم ناخونگی نشون میدادم، میخوام بهتون بگم چجوری میگیره یه ناخونگی. این خانم اومده تو تلویزیون، طرف مقابلش که طرفدار ترامپ بود صحبت میکرد، این برای که بگه حرفای این بی خود و تکراریه، دست کرد تو کیفش سوهان ناخونش رو درآورد و شروع کرد به سوهان زدن. یعنی چی؟ یعنی من اصلا اهمیت نمیدم. حالا منم ناخونگی، طرز کار ناخونگی رو به شما نشون میدم. خب میگه که محمود احمدنژاد در نامه‌ای به رئیس دادگاه تجدید نظر حمید بقایی، رانت و فساد مالی شما مالی شماری از نهادها و مقامات عالی رتبه کشور را فاش کرد. او در بخش‌هایی از این نامه نوشته یک مش دزد در رأس کشور نشستند و به همه تهمت دزدی میزنند، در حالی که در طول تاریخ 2500 ساله ایران به این تعداد مقامات دزد نداشته این. کاش امام زنده بود و میدید که چه فسادی کشور را در بر گرفته. کاش امام خمینی امروز بود و میشنید که مردم همه یک صدا میگویند که خدا شاه را بیامرزد، و ای کاش انقلاب نمیکردیم. آقای حداد عادل در ریاست مجلس برای نهادهای خصوصی از بیت المال بودجه تصویب میکردند و خودشان حداقل دو نهاد خصوصی را در اختیار داشتند و برای آنها یکی به این بگه در دوره حکومت مردک احمدی نژاد تو چه کار کردی؟ آیا این حداد عادل گرفتی بندازی زندان؟ یا چون تو و بچت و داداشت و این ورانورم میتونستید بگیرید و ببرید و خوردید خفه خون گرفته بودید؟ دیدم بعضیا به این خفه خون میگن خفقان درسته، ولی خفه خون، خون که ما خان نمیگیم که. بمانه میگه جناب آقای رالجانی رئیس مجلس همزمان مدیر بنیاد شهید مطهری نیز هستند و هر سال برای آن از درآمد کشور و از بیت المال بودجه تصویب اخذ و هزینه میکنند. آقایان مصباح یزدی
آقایان مصباح یزدی، ری شهری، امامی، کاشانی، شاهرودی و جوادی آملی و بسیاری از مقامات ارشد کشور نیز مؤسسات و آموزش عالی و یا فرهنگی دارند که از بابت فلان. خلاصه خیلی طولانیه. حالا ما هم گفتیم بفهم. نگاه کن دوستان، ببینید لطفاً بازنش فرمایید تا این قیارتگران بیت المال حساب کار دستشان بیاید. دوستان بازنش فرمایید تا این افرادی که دارن دزدی میکنن حساب کار دستشون بیاد. ولی یکی نمیگه احمد نژاد تو اگه داری میگی همه میگن زنده بادشاه و فلان، تو که الان اکسس داری، تو که الان قرم ساق همین توییتر و تلگرام و اینا رو که ممنوع کرده بودی، الان میتونی مردم رو صدا بزنی، فراخوان مردم بیاین تو خیابون، مردم بیاین این کارو بکنین. چرا نمیکنه؟ برای که اینم پادوک هموناست، اینم آفتابه به دست خامنه ای و خمینی بود. دیدین اون از موقعی که داره دست همین امام خمینی امام خامنه ای رو میبوسه که اون مدرک نمیدونم رئیس جمهوری رو بهش بده، اینم همونه. و برای من و شما و برای این آقا فرخ ربیعی باید واقعا واقعی مایه خجالت باشه که اینجوری اکساید هیجان زده میشیم. آقا خبر فوری چی شده؟ آقا احمدی نژاد اومد گفت اونای دیگه دزدن. واو حالا چی کار کنیم؟ هیچی، باز وایس تا فردا خبر فوری بهت بدم. ولی حتما هزاران درود پخش کن برای دیگران. بله اینم از این و بریم براتون. امروز ساعت 3 بعد از ظهر دوستمون از خلیج فارس یک صدایی رو فرستاده و ایشون برای من نوشته بود که در چند هفته گذشته بهت خیلی زحمت دادم، عکسای زیادی فرستادم، حالا یکی دو هفته عکس نمیفرستم، تو استراحت کن. گفتم که شما بس که برنامه دوشنبه منو گوش ندادی، من ممکن اصلا چهارشنبه برنامه نداشته باشم و ولی تلاش خودم رو میکنم. من حتی میخواستم برنامه بدون دوربین چون دوربین اون حاضر نبود، ولی رفتم دوربین و سپایرم آوردم و اینها درست شد. و اینم از این بگینم که براتون چی گذاشتم. به نظر میگه طالبان اهرم فشار ایران در بازی بزرگ، به نظر میرسد آنچه باعث نزدیکی طالبان به ایران شده نیاز مقابل است. طالبان نیاز به تسهیلات و پول دارد، در حالی که ایران برای بقای نظام نیاز به نشان دادن چنگ و دندان. و اما کاخ سفید تحقیقات FBI را در مورد عملکرد ترامپ مضحک خواند. کاخ سفید گزارش نیویورک تایمز را درباره تحقیقات اداره پلیس فدرال FBI در این مورد که دونالد ترامپ مخفیانه در جهت منافع روسیه عمل کرده را رد کرده و آن را مضحک خواند. ولی بیایم حالا من براتون این رو هم بخونم که ببینید که دنیا چه خبره و کی به کیه. ولی این بود که پتیک فرستاده بود برای من، بعد من نیو تکس برای خودم فرستادم ببینم اینجاست. آها، یکی اولا پتیک راجع به نمره های موقت صحبت کرده. یادتونه تو ایران هم طرف از تهران که میخواست ماشین بیاره تا شیراز یا هر شهرستانی یه نمره موقتی بهش میدادن 5 روز 10 روز تا بیاد بعد بره اداره راهنما. من از زمانی که آمدم آمریکا، اولین جایی که آمدم ویرجینیا بوده، 36 سال، 34 سال هم هست اینجا هستیم، 32 سال، 33 سال هست اینجا هستیم، از همون روز چندمش اینجا دیدم که ماشینا نمره موقت دارن، temporary tag. و اینو شما وقتی از یه جایی ماشین می‌خریدی روی کاغذی مثل مقوا بود شماره اونو می‌نوشتن به شما میدادن که طرف پلیس اینا بتونه چیز کنه. بعد یه مدتی دیدن خیلی از این temporary tag ها سوء استفاده میشه، اینی که فروخته به اون دیگه نمیرفت بگیره، هی تاریخشو عوض میکرد. بعد آمدن هی درست کردن اینا، بعد به این نتیجه رسیدن آقا ما چرا یه سری نمره ندیم به اینایی که میخوان ماشین بفروشن، تا ماشینو میفروشن نمره یا شماره حقیقی رو بزنن پشتی. این کاری کردن، دیدن وای یه سری هم از این و دیلر میلر را استفاده کردن. یه سری استفاده هم که با تگای موقت میکردن
تگ موقت دلیلش این بود که ممکنه این سندش حاضر نباشه. شما ماشین رو خریدی، حالا این باید بره پول بده به بانک، سند رو آزاد کنه و اینا، 30 روز به شما چی میدادن؟ ولی سر 30 روز با وجودی که قانون نوشته بود نباید تمپراری تگ دوم و سوم و اینها بدید، اون مگرا رو مخصوصا ایرانی ها خیلی خوب استفاده میکردن، مگر در شرایطی فلان، اون وقت میمدن میگفتن که خب این یکی از اون شرایط هاست، سندش حاضر نیست، سندش پست کردن گم شده فلان نه، بعد یه ماشین رو میدیدید چند ماه نمره موقت داشت، در صورت که اصلا اسمش بود 30 days tag، یعنی نمره 30 روزه. بمانه این پتیک یک عکسی هم فرستاده از یه ماشینی که میگه شاید برات جالب باشه که چرا نمره موقت اینجا نیست و ماشین های تازه نمره ندارن. از اول سال در اینجا ماشین های داره نمره موقت شدن با یک اشکال بزرگ. آها، میگه که اینا نمره موقت که بهشون میدن ون نمبر یا اون شماره چیه ماشین رو میگفتیم، سریال ماشین ها رو کارت شناسایی ایران هم بود، اینو پشتش می نوشتن. حتی الان به شما پیشنهاد میکنن خودتون یه کارتی یه چیزی اینجوری بذارید اونجا که کسی نتونه کارتش رو بخونه، شماره رو بخونه، چون میگه طرف میاد میخونه، زنگ میزنه به مثلا ماشین شما جیپ، زنگ میزنه به کمپانی جیپ میگه من کلیدمو گم کردم، میگن خب شماره چیه، شماره رو میخونه میره اونجا کلیدو میگیره میاد ماشین شما رو میدوزه. باورتون میشه؟ اونا از اونوری درستش کردن که بتونن پول بسازن، کلیدایی رو که 1 دلار میدادیم کلید میساختن الان 500 دلاره. فاب، FOB بهش میگن، فاب 500 دلاره. بعد از اونور دزدا به این سادگی میتونن ماشین شما رو بدوزن و اون شما سری شماره ون نمبر، Vehicle Identification Number، اینجا این ماشینتون اگه شیشه هست اینجا، ماشینای قدیمی مثلا اونایی که آلمانی بود نوشته بود W، برای که مال وست جرمنی بود، ژاپنیا نوشته بود J، آمریکایی‌ها همیشه با 1 شروع میشه و الان بیشتر ماشینا با 1، چون همه وسایلشون اینور اونور میفشن. وقتی که پتیک اینو گفت من بهش گفتم که آها، نوشته بود که آلمان بهتر نیست، که شما یه تگ میگیری این تگ مال شماست تا روزی که بمیری، وقتی مردی این تگ دیگه باطل شده، به کسی دیگه نمیدن. گفتم آره، اینجا تگ ترانسفر نمیشه، اینجا رو ماشین تو ویرجینیا، یعنی یه جورایی مثل که از کالیفرنیا کار ویرجینیا درست‌تر و نزدیک‌تر به چی. من یادم آلمان هر کی ماشین میفروخت این شماره‌شو برمی‌داشت، شما ماشین شماره خودت رو می‌ذاشتی روش، دیگه این ماجرایی نبود که طرف بگه من این ماشین رو از اون خریده بودم هنوز بیمه نگرفته بودم، و به خاطر همین کارا درست‌تر بود. اولا من اینکه حالا مثلا گواهینامه داشتم، گواهینامه 1 داشتم، فلان داشتم اینا، وقتی رفتم آلمان گفت با بری فارشوله، گفتی فارشوله چیه؟ گفت مدرسه رانندگی. گفتیم آقا ما گواهینامه بین المللی تریپل ای باشگاه فلان، گفت اینا رو بنداز سطلاشگاه شماها، نگفت البته شماها وحشی هستی، گفت شما میخوای تو آلمان رانندگی کنی، ما باید تو آلمان بهت یاد بدیم چجور رانندگی کنی، و فارشولهشم خیلی مشکل بود. خلاصه وقتی میرفتی امتحان میدادی، حالا میخوای ماشین بخری، ماشین که میخوای بخری میگه ماشین میخوای بخری، میگه بله، اول میری بیمه میخری، بیمه که خریدی به اون نمره رو میده، یعنی شما نمره که تو دستته یعنی گواهینامه داری، ماشین هم داری. حالا اینجا شما برنامه دادگاه رو نگاه کنید، چپ و راست طرف میگه من ماشین داشتم رانندگی میکردم بیمه نداشتم، میگه خب چرا پلیس فلان، میگه برای گواهینامه نداشتم، یعنی عذر بدتر از گناه. آمریکا حقیقتشو بهتون میگم، یه جورایی اون اسباب و خر و اینها حالا شده جاش ماشین، شما هر ردنه که نگاه کنی یه پیکاپ تراک آشغالی داره میرونه، پشتش هم قطیای تنباکو و نمیدونم سیگارش اینا تو جاده که میره باد میزنه میاد میخوره تو چشت، نزدیک شما رو هم از جاده ببره بیرون. آمریکا بعضیا دوستش دارن به خاطر همین که حقیقتا یه جوری ما رو یاد خودمون میاره، یاد ایران میاره، یاد بیقانونیای ایران میاره. چرا ایرانی ها بعضی هاشون میگن من اروپا رو دوست ندارم؟ برای که اروپا قانوناش سفت و سخته، آمریکاش شما به پلیس آقا ولکو بریم حالا فلان، حالا تری روزانه آقا حالا گیمی وارنینگ فلان اینا، بادی بادی میذاره بری بمانه.
درباره آلمان شما کاملا درست میگین، به همین خاطر ماشین ها هم بیمه داشتن، هم معاینه داشتن، راننده هم کلاس رفته بود، هم گواهینامه داشت. اینجا ماشین را با اسب و الاغ یکی میدانم و هر کره خری رانندگی میکنه. طرف بعضی شهرها 15 سالش که میشه رانندگی میکنه. خب این معلومه که باید منتظر تصادفات مرگباری هم باشه. 4 تا جوان اینجا از مدرسه رفتن زدن به درخت، 4 تا جوان اونجا اینجوری شده و الی آخر. خب ببینیم که این دوستان چی میگن. دوستان عزیز، این برنامه روز چهارشنبه است، برای شما داره پخش میشه، ساعت 2:53 است. تا چند دقیقه دیگه شما رو میبرم به خلیج فارس و اونجا این صدای دوستمون رو گوش میدیم. حالا یه چیز دیگه میخوام بهتون نشون بده، باز از پتیک این عکس نمره موقت رو میخوام نشون بدم. ببینید، آها نگاه کن. حالا نمیدونم برای من تنها فرستادی یا برای همه فرستادی. خب نشون نمیدم چون ون نمبر روشه. میگه که این نگاه کن، یه هوندا اکورد یا سیویک فرستاده، شماره که بهش دادن، بعد این بالاش سمت راست سمت چپ قشنگ ون نمبر یا همون ویکل ایدنتیفیکیشن یا سریال ماشین رو از اول تا آخر نوشته. میگه دیگه کسی لازم نیست حتی از پشت شیشه اینو بخونه. یه مدتی اگه نگاه کنیم مثلا هوندا و اکورا و اینا اومده دادن اونو اینجوری کرده دادن که خوندنش خیلی مشکل میشد، یه چیزای مخصوصی. در صورت خوشبختانه سال 1979 که ما آمدیم، بعد از 6 ماه خیلی راحت بدون فارشوله گواهینامه آلمانی گرفتیم. خب لابد از بس خارجی زیاد شده و از بس هر کدومشون هم یه دلیلی آوردن و چیز، بالاخره اونا هم گفتن آقا مردیم، ما از بس به اینا یاد دادیم، بذار قبول کنیم اینا هم رانندگی کنن. خب این هم این، و من اون نمره نشون نمیدم. میگه که دوزدان میتوانن از روی این پلاک شماره شما و ون نمبر کلید بسازن. حیف آلمان نبود که شماره از روز اول تا مرگ با شما بود. چرا؟ خب بریم سراغ بله. فرانسه گوگل را 50 میلیون یورو جریمه کرد. اینم گوگل پول داره، اینا اون هی بهش میچسبن گیر میدن تا جریمهش کنن، پول بگیرن و میگیرنم. یادتونه من گفتم آقای هادی خورسندی در یه برنامه یه نفر آمد بهش گفت که آقا چرا به جای سلام نمیگی درود و اینها، بعد آخر کار گفت مثلا سلام داداشتم برسون، خود همون که ایراد میگیره. حالا نگاه کنید، من میخوام به شما یه چیزی نشون بدم. این دوستمون نوشته که دلارامی به دوست و هموند عزیزمان داریوش احمدی. آقای دکتر داریوش احمدی ما بارها در برنامه داشتیم ایشون رو، و درباره خلیج ببخشید درباره جبهه ملی و اینها هم صحبت کردن و اون توضیحی که درباره جبهه ششم بود دادند، و بعد دیدیم که با اون چیزی که آقای کورش زعیم میگه و اینها خیلی فرق داره. ولی از اون طرف مادر آقای زعیم فوت شد، از این ور آقای داریوش احمدی. من برام مشکله که بتونم هر هفته با دوستان چیز کنم، ولی میخوام براتون بخونم. سه شنبه 22 ژانویه دیروز، نگاه کنید. دلارامی به دوست و هموند عزیزمان داریوش احمدی. من اگه بیام به شما اینو بگم، شما آقای اکبری شما بنویس فکر میکنی یعنی چی دلارامی به دوست و هموند عزیزمان داریوش احمدی؟ آقای خوشنودی شما بنویس، خانم زری خانم شما بنویس، خانم شوبری شما به من بنویس، بگو من اگر یه جا باشم یه نفر بگه که دلارامی به دوست و هموند عزیز ما سربی، چی فکر میکنید؟ تو مغزتون چی میاد اول؟ خب خیلی فکر نکنید، نمیخواد بنویسی، گوش کنید. دوست عزیز، از شنیدن خبر درگذشت مادر گرامیت بسیار متأثر شدیم. ما این واقعه دردناک را به تو و خانواده آرمانی تسلیت میگوییم. ببین اون بالا میگه دلارامی، منظورش همین تسلیت. اگه شما این را هم مثل سلام و درود عوض کردید، اگه اون بالا نوشتید دلارامی، اینجا بهش بگو من به شما دلارامی میگویم،
تمام بخندیم بگیم این دیگه چه صیغه‌ایه. حالا خدا رحمت کنه مادر ایشون رو، ما هم به ایشون تسلیت میدیم. ما را هم در سوی مادرت همبسته بدان. آها خیلی ممنون و متشکرم. بله، هیئت اجرایی جبهه ملی ایران اروپا. من اولا بارها گفتم آقا شما وقتی از یک هیئت، از یک جبهه، از یک اندیشکده، از یک سازمان هم نامه‌ای می‌نویسی، باز باید اسم اون شخصی که این رو فرستاده بیرون زیرش باش. مثلا باید بنویسه هیئت اجرایی جبهه ملی ایران آقای ایکس خانم ایگرگ. ما بلد نیستیم یه نامه بنویسیم، ولی خب فرصت پیش آمد. آقای داریوش احمدی، من هم در گذشت مادر شما رو تسلیت میگم، ما رو در غم خودتون شریک بدونیم. خب بریم کجا بریم؟ بله، میگه میخواد دلش آروم کنه. من سریع یاد خانم دلارام خواننده میفتم. خب ببینید آقای جبهه ملی، شما این چیزی که مینویسی باید از چهار نفر بپرسی آقا من اگه اینو مینویسم شما چی؟ خوشنودی یاد خانم دلارام میفته. منم گفتم خدای این کیه، دلارامی کیه، فامیل یه نفریه. بعد خوندم اینا آقا تسلیت، یعنی اینا شدن واقعا اون کبک، اون کلاقی که میخواد راه رفتن کبک رو یاد بگیره و چه مصیبت ها که میکشی. بریم این پیام این دوستمون رو پیدا کنیم و ببینیم که میتونیم. قبل از این بریم این نصیحت شیرازی رو گوش کنیم دوستان. این رو هم همین دوستمون فرستاده از خلیج فارس، ممنون و متشکرم. تا من اون چیزا رو پیدا کنم گوش کنیم با همینا. الو چی میگی بابا؟ سلام بابا، خسته نباشی. سلام عزیزم جونم. کجایی؟ دارم برمیگردم شیراز. چی؟ کجایی؟ چی میگی؟ یه یک ساعت دیگه میرسم شیراز. برای چی؟ میگم بفهم اجازه میدی بابا این مسجد؟ مسجد نه بابا. چرا؟ اگه برین مسجد دو روز دیگه میشین اختلاس کرد دور. نمیخوام بریم والا. خب بایی بسید جام نگردی یا قرمونت بشم. نمیخوام بچه، نمیخوام. برو عرق بخور، من مسجد نبید. برو برو بابا. آقا نمیخوام، نمیخوام مسجد بریم. این زوره میزنی ندادی اجازه بگیری. نمیخوام مسجد بریم. خدا. چه های قشنگی گفتا. 100% شیرازی. ها خب میگه برو عرق بخور ولی مسجد نرو، مسجد بری فردا اختلاسگر و دوز میشی. خاک بر سر شما آخونده که چه شانسی به شما دست داد که میتونستید توی تاریخ اسم خودتون رو قشنگ ثبت کنید، خمینی بشه گاندی ایران، شما هم برین یه واتیکانی داشته باشید، هر چه میخواین از اونایی که به شما باور دارن پول بکشید بالا. ولی آمدید و ببخشید، نمیشه بگیم گوه زدید به ملت، گوه زدید به مردم، گوه زدید به خودتون، گوه زدید به جد آباد خودتون، گوه زدید به سابقه خوبی که داشتید حتی اگه دروغ بود. و حالا تا کی تقاضش رو پس بدید؟ تاریخ بعدن مینویسه و ما هم میخونیم. خب من این برنامه دوستمون رو صدای عقل بشر شماره 86 بذارید اینجا برای شما این تصویر استودیو رو نشون میدم، ولی فکر نکنید من رفتم ها، هستم. این تصویر رو تا یه تصویر دیگه براتون میذارم. صدای این دوستمون رو بشنویم. ممنونم از ایشون. 86 برنامه اجرا کردم، خیلی هم کار میبره. مرسی.
با سلام به همه بینندگان و شنوندگان ارجمند، بخشی نوین از گفتار عقل بشر را می تقدیمم. در این گفتار درباره زبان می سخنم. زبان مسئله ایست بسیار دشوار و خلاف انگیز. نمی شود در جا و مرحله ای آن را درست، پایان یافته و غیر قابل تغییر دانست. با پذیرش این اصل به موضوع پرداخته و فقط اندیشیدن شما را می هدفم. بارها در این گفتارها تکراریدم که همه مسائل به ما ارسیده و ابتکار ما نیست. یکی از این مسائل سخن گفتن ما است. ما کلمه ها را نه اختراعیده و نه ساخته ایم. عبارت ها و معنی هایش بر ما دیکته شده هم. مجبور به این سبک سخن گفتن و نوشتن شده ایم. آیا می شود زبان گفته و متن نوشته را بهتری؟ هدف از زبان رساندن مطلب به شنونده است. بعد از اینکه این مسئله تحقیقی جهت زیباتر، جالبتر و آسانیدنش انسان می جلود یا به جلو می رود. با دستگاه های تبلیغاتی و وسایل ارتباط همگانی تغییر زبان ساده تر شده. بدانید که همه زبان ها نارسایی هایی دارند. با گذشت زمان سعی بر این شده که سستی های زبان برطرف شود. با اطلاعات محدودی که دارم دشوارترین زبان ژاپنی است که از سه زبان هیراگانا، کاتاگانا و کنجی شکلیده. عدم وجود حرف در زبان ژاپنی مشکل دیگری است. در حالی که زبانهای حرف دار توسط رایانه نوشته می شدند، زبان ژاپنی و به دنبالش چینی پس از سالها و پیشرفت تکنولوژی به مرحله دیگر زبانها رسیده و فناوری نوشتنش با کامپیوتر را اختراعیدند. این اشاره ای بود که نه تصورید مشکل و دشواری زبان فارسی خیلی بسیار است. درباره سبک سخن ایرانیان قبل از اسلام بسیار کم می دانم. اگر کسی اطلاعی دارد لطفاً برای من توضیح دهد. ایرانیان در زمان ساسانیان چه زبانی را می صحبتیدند؟ همینطور در زمان اشکانیان و هخامنشیان و قبل از آن زبان فلات ایران چه بود؟ حروفشان چه و چند عدد بود؟ آیا شعر و ادبیات داشتند؟ در یک مصاحبه تلویزیونی که درباره حروف فارسی میگفتند شرحیدند که دشواری و بسیاری حروف فارسی قدیم سبب شد که حروف عربی را از ایرانیان بااستفادند. در روستاهای اطراف ایران و ویژه آنان که هنوز نشیعیدن، یعنی شیعه نشدن، زبانی رایج است که پروفسور انگلیسی ادوارد بران، ایرانشناس اوایل قرن بیستم، آن را پهلوی نامیده. با ایرانیان مناطق جنوب آمیخته و زبانشان آشنا شدم. وقتی می سخنند منظورشان را می فهمم. به علت عدم تمرین بجز تلفظ چند عبارت توان سخنوری به این زبان را ندارم. آنان در زبان خود کلمه نرا بسیار می تکرارند. می گویند نخسته، که مقصودشان است خسته نباشید. به اضافه کلمه های دیگری می زبانن، یعنی بر زبان می آورن. حالا چرا در این عبارت از فعل آوردن بر زبان می باید استفاده کرد؟ کسی اشکالی نمی تراشد، چون عادت شده. پسر را پسو و دختر را دوتو می نامن. آیا این زبان ایران قبل از اسلام بود؟ نمی دانم. امیدوارم کسی برای من بشرحد. به علت اختلاط با عرب‌ها، فارسیان شیخ نشین‌های خلیج فارس بسیار کلمه‌های عربی در گفتارهایشان می‌گویند، یا بنا به تلفظ خودشان می‌گوتاش، یعنی می‌گویند. حتما در ایران چنین نیست. دو تن از آنان تعریفیدند در شمال تهران در یک کافه پینگ پونگ می‌بازیدند و به زبان خود می‌صحبتیدند. یک تهرانی جوان از آنان پرسید شما انگلیسی صحبت می‌کنی؟ درباره زبان کنونی پژوهشیدم. یافتم که پس از حمله اعراب به ایران به مدت دو قرن ایرانیان فقط عربی می نوشتند. بسیاری از کلمه های فارسی محو شدند. کلمه های عربی را به لهجه های به لهجه فارسی و محلی می تلفظیدند. پس از دو قرن روشنفکرانی جلو آمده و با اضافه عبارت ها و حروف زبان عربی و فارسی کلمه هایی ساختند که تا کنون ما می استعمالیم. مثلا دو حرف یه و دال را به کلمه هایی و نه همه کلمه ها اضافه کرده و از آن فعل ساختن، مانند جنگی، پسندی و قاپی. همین دو حرف را به برخی از کلمه های عربی اضافه و از آن کلمه هایی مانند تلبید ساختن، یا حرف های من و بند
و دار به آن اضافه به فارسی اشتاختن، مانند علاقمند، حلقبند، حقدار. بر دیگر کلمه ها چرا چنین نه اضافیدند؟ می سوالم و نمی گویم، سوال می کنم. چرا این سبک را نه ادامیدند؟ نگفتم ادامه ندادم. دو فعل کردن و دادن را نزبانیدم. چه می شد اگر به جای بحث کرد می گفتیم بحثید، به جای کشف کرد می گفتیم کشفید، به جای قرض داد می گفتیم قرضید، و به جای رام کرد می گفتیم رامید. با بزرگداشت کار آن نیاکان که زبان و ملیت را زنده نگه داشتند، اگر بقبولید که اندیشیدن و افق نگرششان به مقدار زمان خودشان می مربوطید و می محدودید، با هم می اتفاقید که انجام آنان در بهتر نبودن زبان کوته و کم بود. چهار حرف پ، چ، ژ و گاف فارسی به 28 حرف عربی اضافی دهند. با عدم تغییر در حروف عربی و حفظیدنش، دشواری دیکته فارسی را به ما ارساندن. چرا می باید تلفظ حرف سین را به سه شکل بنویسیم؟ چرا برای حرف ز چهار دیکته می باید داشته باشیم؟ برای تلفظ الف دو حرف داریم، حرف ت هم دو تاست. تلفظ ه به دو شکل نوشته می شود. چه می شد اگر برای تلفظ یک صدا یک حرف داشتیم؟ چرا حرف عربی رو بنویسیم و به شکل دیگر بتلفظیم؟ ترکیه کمال اتاتورک با تغییر حروف عربی زبان ترکی به لاتین از تلفظ یگانه و نوشتن چندگانه رهانی. اگر حروف زبان ترکی را بدانید به آسانی هر مترینا میخوانید. هر چند که معنیش را ندانید، این اقدام که به هدف اروپایی شدن شکلید. نگفتم شکل گرفت. آخر چرا شکل را باید گرفت؟ کی گرفت و چه کارش کرد؟ بازگردی به ترکیه. نه فقط اروپایی شدن و پیشرفت برآورده نشد، ترک ها از اطلاع به دانش و فرهنگ گذشته محرومیدند. سؤال دشوار و خلاف برانگیزم را می تکرارم. آیا می شد زبان فارسی بهتر و ساده تر باشد؟ آری، هیچ کاری نشدنی نیست. اندیشه و اراده می لازمد. یکی دیگر از مشکل‌های زبان فارسی کمبود فعل در زبان است. سخن درباره سستی زبان فارسی جدید نیست. تنبلی و بی‌فرهنگی سردمداران سبب شده که طی 12 قرن زبانمون نتغییرد. این مسائل را شادروان احمد کسروی برانگیخت و درباره‌اش مقاله‌ها و کتاب نوشت. با پژوهش در رایانه می‌توانید بیشتر این موضوع را بخوانید. در آغاز پادشاهی پهلوی به هدف پایه ساختن ملیت کلمه های از فارسی گذشته زنده شدند. با مقایسه متن نوشته ها و نامه های رسمی قاجار با آخر دوران پهلوی این تغییر را می‌یابیم. با بازگشت حکم دین عربی مرحله نوین از استفاده بیمعنی از کلمه های عربی آغازی. وقتی آقای خمینی به جای میترسم گفتند خوف دارم، من کم سواد چه می احساسم؟ چگونه می باید به سخنم؟ چطور سخنگوییم را ببهترم؟ مدت استفاده از یک فرهنگ نامه زبان در کشورهای پیشرفته در روزگارمان به 10 سال می رسد. فرهنگ نامه های ما مربوط به 1000 سال پیش است. این نمایی است که نمی خواهیم زبانمان را بتغییریم. در زبان عربی که پایه و اساس زبان فارسی شده، فعل مصدر همه کلمه ها. در زبان عربی می توان از هر نامی و کلمه ای فعلی با معنی ساخت. مثلا از پسته که حرفش هم فارسی می شود گفت پستته، یعنی در گذشته پسته ای شد، یا یو پسته تو، یعنی در حال حاضر پسته ای است. به همین علت زبان عربی بیش از هر زبان دیگر فعل دارد که تعدادش از 30,000 بیشتر است. برای هر حرکت انسان کلمه ای ساختند. در زبان‌های اروپایی تعداد فعل به بیش از 5,000 میرسد. در فارسی تعداد فعل از 1,000 عدد کمتر است. به این علت ما از چند فعل بهره‌مندیم و به کلمه اسم می اضافیم. در صورتی که کلمه های فارسی در زبان عربی به 3 و به گفته به 5,000 میرسند و از آن بسیار فعل تألیفیده‌اند. به علت توان زبان عربی و حمله های اسلامی به کشورهای بسیار، کلمه های اشغال شدگان به عربی ضمیمه و با تغییر تلفظ فرهنگ زبان را گستریدند. میگوییم غصه خوردم، سرما خوردم، زمین خوردم، سر خوردم.
شکم ما چرا باید اینها را بخورن؟ چه میشد اگر بگفتیم قصیدم، سرماهیدم یا چاییدم، زمین افتادم، سریدم یا سست شدم، پیر شدم، عاشق شدم؟ آیا میشود بگوییم سستیدم، پیریدم، عاشقیدم؟ یا فریاد زدم، چنگ زدم، زنگ زدم؟ به جایش میشود گفت فریادیدم، چنگیدم، زنگیدم؟ یا دست دادم، خوراک دادم، درس دادم، دل دادم، گسترش دادم؟ چرا نگوییم دستیدم، خوراندم، درسیدم، دلیدم، گستریدم؟ یا صبر کردم، عشق کردم، درخواست کردم، زندگی کردم؟ جاش بگوییم صبریدم، عاشقیدم، درخواستیدم، زندگیدم. دو فعل دادن و کردن را خیلی در فارسی بسیار بر زبان می آوریم یا می زبانیم. خارجی ها که فارسی ما آموزن می شگفتن. آره نگفتم در شگفتن. برای چه و چگونه در شگفت برنن؟ همچنین نگفتم شگفت کردن. تا متوجه شدید تا چه اندازه فارسی زبانان دو فعل دادن و کردن را چون افتخار و توهین بر زبان می آورن. برای درک این اشکال خودتان عبارتهای فارسی را کلمه به کلمه به زبان دیگری که آشنا هستید ترجمه و سستی زبانمان را بیابید. با تکرار فارسی شکرست روان خود را نه آرامیده و نه آسایشیده و به ارثمان نبالید. در اثر اختلاط با ملت‌های دیگر کلمه‌های بسیاری به عربی خزیدند و به علت توان زبان در تغییر کلمه و جذبش فرهنگ زبان عربی گسترش یافت. مثلا برای نام خرما، شتر و شیر درنده برای هر یک در زبان عربی بیش از 100 نام دارد. هنگامی که عربا از فراگیری فرهنگ و دانش دیگران امتناع ایدن، سرازیریشان آغازید. ثابتیده یعنی ثابت شده که توقف قبول تغییر و پیشرفت عقب افتادگی را می آغازد. کلمه های بسیاری از زبان های دیگر به فارسی وارد شده. اغلب این کلمه ها به همان شکل اصلی باقی مانده و شکل و دیکتشان نتغییری دهند. برای برخی اخیراً نام‌های تألیفی دهند، با تکرارشان معمولی و عمومی شدهند. مثلا در فارسی کلمه‌ای برای مانیکن که فرانسویست نداریم. چرا به ساخت کلمه‌ای نندیشیدیم؟ مثلا مانیکن را که کارش نمایش پوشاک و یا لباس است، نمایشک و یا نماشاک و یا نماپوشاک می‌نامیدیم. کلمه‌ای نو می‌تألیفیدیم. این سبک تألیف پیشینه دارد. شهر سامرا از عبارت سر من رعا به معنی شاد شود آن که ببیندش ساخته شده. در فارسی این سبک معمول بود. چهار با به جای چهار با. با جمع دو کلمه بسیار نوین عبارت به زبان فارسی افزوده‌اند. مانند دلخراش و مشترک المقیاس و مشترک المنافع. در دو مثال اخیر نتوانستن از زبان عربی بدورند. عرب‌ها کلمه هندسه و مهندس را از کلمه اندازه فارسی تألیفی دیدند و ما از آنان گرفتیم. در اینجاست که سستی زبان خود را باور و میپذیریم. آیا نمیشد نامهای فارسی برای مشترک المقیاس و مشترک المنافع یا چنان به زبان عربی پیوسته این که هنگام شنیدن کلمه های عربی بالاتری فهم و درک سخنگو را در بیشعوری میتصوریم؟ اگر با تشویق دولت‌های حاکم بر ایران زبانشناسان می‌اندیشیدند به جای جستجو در فرهنگنامه‌های گذشتگان به گوشه و کنار ایران و دیگر کشورهای فارسی زبان پژوهشگرانی فرستاده و کلمه‌های فارسی مورد استفاده مردم را جمع و سپس می‌پخشیدند با تکرار کلمه‌ها در وسایل ارتباط جمعی، حتماً پس از مدتی این کلمه‌ها در زبان فارسی می‌عمومید و فرهنگ زبان فارسی می‌بهترید. به جای این گام و برای متفرقیدن ملت برای هر لهجه، پوشاک، خوراک و رفتار دیگر جاها لطیفه پستی و تحقیرنما ساختیم. آنچه را بدون اراده ارسیدیم صحیح و غیر قابل شک به بهترین دانستیم که در وجود عالی خودمان عیان است. هرچند که زبان عربی را از عرب زبانها بسیار بهتر می سخنم و بیش از فارسی بران مسلطم و بدون نیاز به تصحیح کننده به زبان عربی مقاله ها و کتاب نوشته و شعر نزمیدم، با این حال می افسوسم که چگونه شعرهای فارسی بدون استفاده از کلمه های عربی در تنظیم شعر ناتوانند. از این رو شاهنامه فردوسی برای زبان فارسی یک بزرگ کار است، چون آقای سربی و من در کنار شیخ ابوالقاسم فردوسی ننشسته که شاعری
و نوشتنش را با چشم خود ببینیم، درباره مؤلف راستین این ارث ملی با ایشان نمی بحثم. حقیقت این است که شعر فارسی بر پایه وزن و قافیه عربی می نظمد. در برابرش موسیقی ایرانی اساس و پایه آهنگهای عربی است. این داد و ستد و بگیر و بده و نفوذ فرهنگی در میان همسایگان معمولی است و ترقی دو طرف را می موجبد. ملت‌هایی که با دیگران رابطه داشتن از جهت فرهنگی بسیار برترند. قبیله هایی که در آمریکای جنوبی و آفریقا فقط میان خود لولیدن، نمیگویم لول خوردن، در تاریکی کم سخنند و معنی گفتار را در روز روشن میفهمند. به علت نداشتن کلمه های بسیار و یا کافی هنگام سخنیدن و جهت فهماندن مخاطب بسیار از حرکت سر و دست می استفادند. چون هدف از گفتار عقل بشر اندیشیدن و تغییر بیشعورهای مغز انسانه در گفتارهایم تا توانستم اسمای فارسی را به فعل تغییریدم. همین طور که میگوییم زندگی میکنیم و یا به سر میبریم که معنی هر دو یکیست، به خود اجازه میدم که بگویم می زندگیم یا می زندگیم. سر و بردنش در کلمه به سر میبرند از کلمه زندگی بسیار دور است. چگونه میشد به یک خارجی دانش آموز زبان فارسی شرحیده و قبولان که سر بردن یعنی زندگی کردن؟ اساس پیدایش عبارت و کدام سر رو به کجا بردن و تکرارش رو که معمول شده نمی سوالیم. در حالی که خواهان پیشرفت هستیم، وابستگی و چسبیدن گذشته و با ماندگی هایش را نمی درکیم. همینطور انجام را به فعل تغییر داده و میگویم انجامیدم و انجامیدن، همانطور که طلب را با اضافه یه و دال به طلبیدم و طلبیدی و طلبیدن به ما آموزشیدن و ما تکراریدیم و قبولیدیم، من هم میگویم صبریدم و صبریدی و صبریدی، سلامیدم و سلامیدید و سلامیدن، سرماییدم و سرماییدی و سرماییدن. باز می اشارم که عقل انسان ضد و نقیض ها را نمی تشخیصد، در حالی که ادعای روشن بود روشن فکر و تجدد می کند با عدم قبول بسیار از نوین ها از گذشته ای که در آن جازده می پیرود. آرزو دارم به جای بزرگ نمودن ارثمان به بهتر نمودنش به اقدامی و نگفتم قدم برداریم. گذشته پایه ای بود خوب برای دوران خودش، برای آینده سازی می باید از آن بااستفادیم، بر ارث گذشتگان بافزاییم و نه فقط به افتخاریم. یکی از اشکالهای زبان به کار بردن کلمه های خارجی به هدف رسانی معنی است. این سبک یا روش سخنوری در کشورهای خارجی که ایرانیان مقیم هستند معمولی است. چون دو زبان می‌دانند، یک جمله را بدون استفاده از کلمه خارجی بر زبان نمی آورند. این روش نشانی است از دو مسئله: یک، نداشتن اطلاعات کافی از زبان خیش، یا سستی در دانش زبان و در نتیجه رساندن مقصود. میشد بگوییم با عاقبتا رساندن مقصود یا بالمعال رساندن مقصود. همه این عبارت ها کلمه های عربی هستند که میگوییم آنگاه به فارسی سخن گفتن خود می افتخاریم. دو، تنبلی در اندیشیدن و یافتن کلمه مناسب در زبان مادری. سخنگویی و نوشتن خوب و عالی در استفاده نکردن از کلمه های خارجی می نمایاند، یعنی نمایان می شود. کسانی که فارسی می آموزند از دشواری های زبان می سخنند. اگر به آنان بگوشیم، یعنی گوش دهیم، زبان فارسی را بهتر خواهیم شناخت. چگونه عبارت گوش می دهم و گوش دادن را برایشان بشرحیم؟ I give you air, you speak and I give air. اگر یک ربات سخنگو بسازند، نخواهد توانست فارسی معمولی را که صحیح می دانیم بخواند، زیرا زیر و زبر و حرکت کلمه در هر جمله تغییر می کند. البته تغییر تلفظ یک کلمه در یک جمله فارسی به اندازه زبان عربی نیست. تصور کنید در کشوری که شما هستید با یک شهروندش با استفاده از کلمه های فارسی به زبان خارجی صحبت کنید، یا عبارت های معمول زبان فارسی را بدون توجه به مقصود کلمه به کلمه یا به زبان خارجی ترجمه و به زبانی. چگونه مخاطب شما مقصودتان را میفهمد؟ در آخر این گفتار یک اتفاق را برایتان میتعریفم. در کلاس درس زبان انگلیسی که شرکت نفت یکی از شیخ نشین های خلیج فارس برای کارگران ترتیبیده بود،
استاد انگلیسی یک کارگر فارسی زبان را به بیرونیدن از کلاس اختاری. سعی کردم از فعل کردن و دادن استفاده نکنم. نگفتم بیرون به بیرون کردن از کلاس اختار داد. باز کردیم به استاد و کلاس انگلیسی. شاگرد تهدید را بر پایه در پایه نالش شخصی خود از زبان فارسی ترجمه به استاد چنین گفت: You cannot, you cannot, your father هم cannot. مقصود کارگر این بود: تو که نمیتونی نمیتونی، پدر تو هم نمیتونه. استاد پرسید: مقصودت از که کانوت چیه؟ پدر من در این میان چه کار است؟ در این گفتار حتما توجهی دید، بیش از دیگر گفتارها از اسم فعل ساخته و بیانیدم. نفکرم که معنی جمله ها را نفهمیده اید. نخواستم بگویم فکر نکنم که معنی جمله ها را نفهمیده اید. از نه استفاده و فعل نکن را نکنم را حذفیدم. همواره توجهیدن شما به ضرورت تغییر در رفتار و گفتار و کردار هدف گفتارهای عقل بشر بوده. همه تغییرها و پیشرفت انسان توسط دیگر اندیشان انجامیده. آیا منتظرید گفتارهای عقل بشر تکراری از باوریها و مورد قبولیهای شما باشد تا شما آرامیده و خوشیده تکرارش را بشنوید؟ موضوع زبان و بحثش گسترده و ناپایان است. اختلاف شما با طرز سخنیدنم بسیار معمولی، قابل توجه و موجب اندیشیدن است. میخواهم فرهنگ زبانمان بجنبد و بتغییرد. امیدوارم این گفتار آغاز چنین جنبشی باشد. فقط ملت‌های زنده و پیشرفت زبانشان را میگسترند، میتغییرند. انگلیس‌های امروز در درک معنی شعرهای شکسپیر ناتوانند. ما همه آثار گذشته را میخوانیم و میفهمیم. ناآشنایی به آثار گذشته خوب است یا تغییر در زیر سایه پیشرفت؟ نمیدانم. پیشرفت و تغییر و روشنگرایی را برای خودمان می امیدوارم. کوچکتر و سوستر از آنم که برای عموم تغییر زبان را به پیشنهادم. می خواهشم لطفاً بندیشید و با آشنایی با تجربه های ملت ها بپرسید تغییر و پیشرفت مهمتر است یا پایبندی به گذشته و شناخت و فهمیدن آثارش. شب و روزتان خوش باش. بسیار ممنون از این دوستمون. این جواب دوستانی بود که بارها پرسیده بودن در برنامه ها که چرا این دوست ما از خلیج فارس اینجوری صحبت میکنه و اون اتفاقی هم که در کلاس زبان افتاده خیلی جالبه. تو که نمیتونی هیچ، پدرت هم نمیتونه. و اون معلم زبان میگه من پدر من اینجا چی کار داره. خب برای این دوستمون آقای خوشنودی نوشته: ولمون کن سر جدت. منم با ایشون موافقم. چرا؟ چون از اون طرف دوستان شاه‌اللهی به ما گیر دادن که کلمات رو عوض کنیم. از این طرف وقتی شما حتی خودتون دارید استفاده میکنید، بعضی وقتها مجبور میشید معنیشو به ما بگید و بعضی وقتها اشتباه میکنید بین اینو استفاده کنید یا اونو استفاده کنید. نمیدونم چجوری این کاری رو که شما فکرشو میکنید باید انجام بشه. و دیدم که شما هم میگید که شما تلاش ندارید که این کار رو انجام بدید. من فکر میکنم این یک چیز طبیعیه و باید ولش کنیم خودش روال طبیعی خودش رو دنبال کنه. بله یه جایی میان جلوی آب رو میگیرن، سد درست میکنن، یه جای آب رو میچرخونن، ولی ثابت شده که اون تاریخ و زندگی و طبیعت خودش آبا رو هدایت میکنه اونجایی که باید، خودش خراب میکنه چیزایی رو که سر راشه، خودش یه جای دیگر رو آباد میکنه. و به همین دلیل بوده که راز بقا وجود داره و ادامه داشته سالها و میلیونها. ولی ما بشر، ما انسانها داریم توش دخالت میکنیم. از دخالت توی تغییر روش آب، از دخالت توی تغییر روش صحبت و حرف زدن و نوشتن و اینها. ولی خوشحالم که شما باور داری که زبان باید پویا باشه و زبان ما یه مقداری ایستا هست، ایستا شده. همین که من حرفای رودکی و حرفای فردوسی رو میفهمم که گاهی وقتا نمیفهمم،
نشون میده کمی هم پویا هستیم، نشون میده که عقب بود. ولی آقای اکبری یه سوال تکنیکی کرده که خیلی خوبه، من برد به سال 2001، اولین روزهایی که برنامه رو زنده با ستلایت و اینها میفرستادیم. ببین آقای اکبری، شما میگید چرا تصویر و صدای شما در یوتیوب حدود 10 تا 12 ثانیه جلوتر از فیسبوک هست؟ نشون میده سیستم فیسبوک یه دیلی یا یه تأخیری گذاشته به چند دلیل. یکی این که اول میخوان کنترل کنن، یکی این که بعضی وقتا چون خیلی زیاد ممکنه از فیسبوک استفاده کنن این دیلی و تأخیر بیشتر میشه. ولی کل این که چرا اینا تأخیر ایجاد میشه خیلی ساده است. شما برو یه جایی که صدا پیچش پیدا میکن، اونجا فریاد بزن من اکبریم، یکم صبر کنی و میگه من اکبریم. این همین رفتن و آمدن و از لحاظ فیزیک دیگه، زمانی که بره برخورد کنه به اون دیوار تا بیاد اینجا، یکی از دوستان برای من پیام خصوصی فرستاده بود که سوربی تو این اتاقی که نشستی صدا بهتره. گفتم شاید چون خیلی کوچیکتره، شاید صدا به اصطلاح پخش نمیشه بره این برور. البته به ما قبلا یاد دادن که صدا اگه نگاه کنید علامت سپیکر و بلنگو اینا هم اینجوریه، صدا اولش با به اصطلاح کمه بعد اینجوری پهن میشه. یه دلیلی هم که پهن میشه همون از بین میره، چون خیلی گرچه اگه میتونه صاف بره هیچ انرژی از دست نمیداد. در اصل خیلی فیزیکیش نکنیم، بریم چند تا مقاله دیگر رو بخونیم و برنامه امروز رو هم چند دقیقه دیگه به پایان میبریم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. یه نوشته کوتاهی رو میخونم که یک بانوی برداشته نوشته به انگلیسی و میخوام نظر شما رو هم بدونم. پیام صوتی مرگ آلود فوتبالیست آرژانتینی از فراز آسمان. تا آخرین باری که من چک کردم این بنده خدا و اون کسی که همراهش بوده هنوز پیدا نشدن. شما اگه خبر جدیدی دارین به من بگید. گویا اینا تو هواپیما بودن و میدونن که یه اشکالی چیزی داره و یه ساعت و نیم ممکنه چیز کنن، چیزی داره و چیز کنن و اینها. پیام میفرسته، یکی از وسایل خوب امروز اینا این های تک یعنی تکنولوژی جدید فرانسه. پیام صوتی مرگ‌آلود فوتبالیست آرژانتینی از فراز آسمان. میگه که هواپیمای اجازه بدین، هواپیمای ایمیلیانو سالا، مهاجم 28 ساله آرژانتینی که برای امضای قرارداد با باشگاه کاردیف سیتی به ویلز میرفت، چامگاه دوشنبه درست یک ساعت بعد از برخاستن از فرودگاه نانت فرانسه از صفحه رادار محو شد. عملیات امداد و جستجوی دو سرزمین این هواپیمای سبک در حالی بامداد چهارشنبه از سر گرفته شد که به گفته پلیس اگر هواپیما در آب هم فرود آمده باشد احتمال زنده بودن سرنشینان آن کم است. حالا رسانه‌های آرژانتینی آخرین پیام‌های صوتی سالا به دوستان و خانواده را در واتساپ منتشر کردند، پیام‌هایی که او در آن متوجه خطر و ماجرای سقوط هواپیما شده است. پدر من خیلی می‌ترسم. آخرین پیام ایمیلیانو سالا مهاجم آرژانتینی به زبان اسپانیایی این بود: من سوار هواپیمایی هستم که به نظر میرسد در حال متلاشی شدن است. من در حال پرواز به سمت کاردیف هستم. سالا در ادامه پیام صوتی خود گفته اگر تا یک ساعت و نیم دیگری از خبری از من نشد نمیدانم کسانی را برای جستجو و پیدا کردنم میفرستند یا نه. میدانید هیچ کس من را پیدا نخواهد کرد. پدر من خیلی میترسم. نزدیک به یک شبانه روز از زمان انتشار خبر سقوط هواپیمای این فوتبالیست 28 ساله آرژانتینی گذشته و با این حال عملیات امداد و نجات برای یافتن او در کانال مانچ صبح پنجشنبه از سر گرفته شد. من نمیدونم سه شنبه چرا کسی دنبالش نرفته. در هر صورت در آخرین مکالمه سالا خیلی شاد بود. پدر سالا به رسانه ها گفته که آخرین روز
آخرین بار روز یکشنبه با پسرش حرف زده و او از اینکه بناس به انگلستان رفته و در تیم جدیدی بازی کند خوشحال بود و همه چیز خوب پیش می رفت. او همچنین افزود: نمیدانم در این لحظات باید به چه فکر کنم، اصلا نمیدانم. با این حال در ساعت‌های گذشته به بدترین چیزها فکر کردم. هیچ کلمه‌ای نمیتواند وضعیت الان را توضیح دهد. و بعد میگه که جزیره گونزی محل احتمالی سقوط هواپیما. این هواپیما که از نوع هواپیمای سبک به شما میاد قرار بود در فرودگاه ورز فرود است، اما مسئولان فرودگاه کاردیف و فرانسه اعلام میکنند این هواپیمای اختصاصی بر فراز دریای مانش ناپدید شده است. در خبرهای پیشین درباره محل احتمالی سقوط این هواپیما اعلام شده که شاید این هواپیما در نزدیکی جزیره گونزی سقوط کرده باشد. گفته می شود این هواپیما یک سرنشین دیگر هم داشته. هیچ نشانه از سرنشینان پیدا نشده. پلیس اعلام کرده که بعد از یک جستجوی 15 ساعته در منطقه ای به وسعت 3000 کیلومتر مربع تعدادی جسم شناور روی آب پیدا کرده. پلیس اینجا نوشته گونزی. به خبرنگاران گفته ما هیچ نشانه از سرنشینان هواپیما پیدا نکردیم. اگر آنها روی آب فرود آمده باشند در این مرحله متاسفانه احتمال زنده ماندن آنها بسیار کم است. هواپیمای حامل سالا از رادارها محو شده. خب امیدواریم پیدا بشه، امیدواریم زنده باشه، ولی اینا بی خود دارن میگردن. اینا به یکی از این بیننده های رادیو تلویزیون های ایرانی تماس میگرفتن، اون خانمه داره آشپزی میکنه یا اون آقای داره رانندگی میکنه، بهشون میگه این حتما یه دسیسه یه انگلستان و فرانسه و فوتبال فلا، و اگرم آخونده ها باشن که آخونده ها این کاری کردن. گور پدر همش درصد بیچاره هم جوان بوده هم رفته که پول بسازه و موفق باشه که فعلا مفقود شده. خب اگر یادتون باشه ما یکی دو بار در برنامه آقای کاظم صدیقی از آلمان دوستمون تماس گرفت، هی بهش گفتیم بعد برنامه هم گرفتار اون تلفن به این تلفن به اون، و این دیروز و پریروز هم که در حال اسباب کشی بودیم. حالا امیدوارم که ایشون از من دلخور نشده باشه و بتونیم با هم صحبتی داشته باشیم. احتمال دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس ورشو. کنفرانس ورشو در لهستان کنفرانسی است که میگن آقای پمپئو داره میره دیگران رو تحریک کنه بر علیه ایران. حالا باید صبر کنیم ببینیم چه خواهد شد. و اما من یک نگاه تند و زودی به این نوشته ها بندازم. امروز گرامی داشته روز منع خشونت علیه زنان در دانمارک هست گویا. و اینجا توی خبرها یه خبر واقعا آدم متاسف میشه که بشر بیا. آقای اکبری میگه آقای حرفا چیه؟ کار آخوندان. بشر واقعا تو قرن بیستم یا بیست و یکم یه همچی کاری انجام بده. گویا یک خانمی که اینجا بهش میگن یعنی دیگه بیچاره مغزش کار نمیکنه، مثل یه وجتبله همینجوری زنده است. اینو تو بیمارستان داشتن اینا، بعد اون روز میبینن حالش بد میشه و اینها، وقتی میبرنش بیمارستان بچه میزاد. این که اصلا این چیزها رو نمیدونه و فلان. بعدا معلوم میشه یکی از این پرستارای اون محلی که از این دختر نگهداری میکردن، شما الان قیافه این پرستار رو ببینید تو رو خدا، اینو آدم تو خیابون ببینه وحشت میکنه. اون وقت اون بیچارهی که دخترش، خواهرش، همسرش رو ببره بذاره توی یک جایی شبانه روز، اینا ازش مواظبت کن. چه فیلم های اینجا نشون میده که این سالمندان، اینایی که اشکالی دارن، اینها چجوری ازشون سوء استفاده میشه، پولاشونو میدوزن، کتکشون میزنن، به موقع عوضشون نمی کنن، کثیف میشن، بو میدن، مریض میشن اینها. و حالا این یکی بعد آمدن، این بچه که دنیا آمده زنده مونده،
آمدن آزمایش دی ان ای گفت با 100 تا که اونجا کار میکنن انجام دادن و این کثافت nurse arrested in rape of incapacitated یا capicated آریزونا فا همون کسی که تو حالت ویجتبل بوده ازم بیچاره هیچ کنترلی از خودش نداشته تصمیم گیری نمیتونست بکنه این احمق رفته بهش تجاوز کرده و اینجوری. و اما آقای محسن ابراهیمی یک مقاله نوشته به نام مثلث شوم علیه انقلاب 57. ایشون نوشته که قبلا هم مهمون برنامه ما بودن، میتونید بگین توی گوگل بنویسید مردم تیوی یا بنویسید سوربی و آقای محسن ابراهیمی پیدا میشه. میگن که در ماهای دی و بهمن هر سال بازماندگان سلطنت حمله هیستریک، این کلمه هیستریک رو به فارسی با چی بگیم؟ کلمه هیستریک علیه مردمی که در انقلاب 57 شرکت کرده بودند راه میاندازند. آنها با نشان دادن جهنم جمهوری اسلامی مردمی را شماتت میکنند که علیه یک نظام سلطنت به پا خواستند. حامیان حکومت اسلامی هم لجنزار جمهوری اسلامی را به همان مردم نسبت میدهند که علیه سلطنت انقلاب کردند. موضوع این مطلب که 4 سال پیش نوشته شده است تحلیل نقش 3 نیروی شوم است که به طور فعال برای مسلط کردن اسلام سیاسی و خمینی نقش ایفا کردند. با تشکر از توجهتان محسن ابراهیمی. سعی میکنم آقای محسن ابراهیمی، خانم شیوا محبوبی اینا رو دوباره در برنامه داشته باشم، آقای بابک یزدی، حالا که دیگه ردیف شدیم جا افتادیم. و این مقاله رو اگه کسی میخواد من ایمیل آقای ابراهیمی رو براتون اینجا میفرستم دوستان، هر کسی میخواد با خودشون تماس بگیره و بگه من این مقاله رو میخوام، برای من لطف کنید بفرستید. و نظر درباره برنامه‌های من یعنی همین سوربی با مردم هم یادتون نره. اینجا هم این یکی دیگه، بله الان اینجا زدیم انتر آمد. مثلث شوم علیه انقلاب 57 محسن ابراهیمی ابراهیمی 1917@gmail.com 1917 چه تاریخی آقای ابراهیمی؟ انقلاب روسیه است فکر کنم، نه؟ اینا بزن. آقای خوشنودی میگه درسته در واشنگتن هم یک نگهبان موزه رو گرفتن که به مومیایی تجاوز کرد. خب وقتی آخوندها فتوا میدن که به مرده میشه تجاوز که نه، حتی میشه سکس داشت، اینجا این میخواسته ببینه با مومیایی چجوری. خیلی از این چیزها هست. اینجا یه استاد دانشگاهی رو گرفتن که در قسمتی هست که به اصطلاح دانشجویان کلیمی یهودی میرن و میان و اینها، و اینجا بهشون میگفته که خب آمدید اینجا برید حمام تمیز بشین بیاین در جلسه شرکت کنید. وقت توی حمام دوربین گذاشته بوده ازشون فیلم میگرفته نگاه میکرده و اینها. نمیدونم والا بشر، این بشر دوپا چه باید کرد. خب فرانسه گوگل رو، اونم صدای عقل بشر. گود تو نو، یک چیزی رو هم که این دوستمون که دکتره وقت فلوریدا هست برای شما و من نوشته میخونم و برنامه امروز رو به پایان میبریم و شما رو جمعه میبینیم. دیگه الان دستگاهمون ست شده. سلام، آیا تاکنون فکر کرده اید چرا علامت داروخانه در سراسر جهان ماری هست که به دور جامی از شراب پیچیده و در حال خوردن شراب میباشد؟ ما اینو تو ایران پرسیدیم، گفتن این آب نمک. و اگه یادتون باشه تو خونهای قدیمی ما همون کل موشی، بیبی دخترون اینها وقتی زندگی میکردیم اصلا مار اونجا میمد میرفت، ما برای خودمون خوش بودیم، ولی میگفتن آب نمک براشون بذاریم. من نمیدونم چه. و اما و یک علامت بین المللی شناخته شده. اگر فکر کنید این ابتکار جهانی مربوط به ایران است، به ایرانی بودن خود افتخار میکنید. آقا من نمیدونم چرا باید چپ و راست باید تا
تنبون ابو علی سینا رو توی فارغ التحصیلی دانشجویان میکنن براشون، من باید افتخار کنم. آب نمک گذاشتن جلو مار، من باید افتخار کنم. یه نفر میره ناسا استخدام میشه، من باید افتخار کنم. یه نفر از من احمق‌تر میرسه، 80,000 ایرانی در ناسا کار میکنن، بعد من میام میارم آقا اصلا تعداد کارکنان ناسا کلش 38,000 خورده یه همچیزی. به خدا ما ایرانی‌ها داریم دیوونه میشیم، داریم روانی میشیم. یعنی از بدبختی که نمیتونیم یه چیزی پیدا کنیم که بهش افتخار کنیم، توی قبرستون، توی قوطی عطاری، توی کتابا، هر مزخرفی رو پیدا میکنیم برای دیگران میفرستیم. اوکی، من از امروز افتخار میکنم. وقتی هم میرم داروخونه میگم دو تا تاینلول به من بده، ضمناً من ایرانی هستم، این دو تا مارم. ما ایرانی ها باید افتخار کنیم به اون مارهای زهاد. ما ایرانی ها باید افتخار کنیم به پادشاهانی که چشم بچه خودشون رو در می آوردن. ما ایرانی ها باید افتخار کنیم به پادشاهی که کتف مردم رو سوراخ میکرده و بند دست رو شاد میکرده. بابا نکنید. اوکی، حالا خجالت بکشیم بریم دنبال این. در زمان ابن سینا تا اونی سخت در همدان شیوع پیدا کرد. ابن سینا متوجه شد که تنها عامل این بیماری موش می باشد. دستور داد هر خانه اگر می خواهد از طاعون در امان باشد، در خانه مار نگه دارد تا با خوردن موش طاعون از بین برود. همچنین برای تقویت و زهر زیاد دستور داد جامی شراب قرمز در سر راه مار قرار دهد تا توان شکار موش بیشتری داشته باشد. بعد از آن در شفاخانه هر شخص طاعونی که می آمد مشخص می شد در آن خانه مار نبوده و طاعون سرایت کرده و می گفتن بیمار. هم مریض و بیمار می گن، یعنی مار در خانه ندارد، بیمار شده. به افتخار این پزشک ایرانی علامت داروخانه در دنیا ماری در حال سر در جام شراب ثبت شد و کلمه بیمار در فرهنگ ما ماندگار شد. به این فکر کنید که این کار توسط یک اروپایی انجام می شد، در مورد آن کتاب ها نوشته می شد و هزاران خیابان و میدان به نام ایشان نامگذاری می شد. به آقا اینجوری نیست، آقا شما دکتر مملکت ما هستی، نکنید تو رو خدا. اینایی که این نمیدونم آنتیبیوتیک رو اختراع کردن و پیدا کردن و فلان، اینا شما هر خیابون میری پاستور، اون یکی نمیدونم خیابون فلان فلانه، نیست. کجا هزاران خیابان به نام اینون میکنن؟ تازه الان همین نوشته شما قولتون میدم که یه جاش اشکال داره. دوستان بگردید اشکالش رو برای من پیدا کنید بفرستید. دقیقاً بله، آقای سعید از کالیفرنیای زیبا میگه که سوربی من 100% با این آقای عقل بشر مخالفم. ایشان فارسی غلط صحبت میکنه و اصرار داره که دلیل و منطق بیاره که درسته. در همه زبانها فعل کمکی داریم. اینم نظر دوستان رو خواسته بودید. آقایی که از خلیج فارس هست، دوستمون عقل بشر، آقای سعید با شما مخالفه، آقای خوشنودی میگه تو رو جدتون ما رو ول کنید، و آقای خوشنودی باز میگه که دقیقاً چند تا فعل کمکی هم که در این فارسی هست ایشان میخواد حذف بشه. و این همونی که من میگم، ایشون باید به نظر من بیاد یه مقاله‌ای رو مثلا ورداره بگه فارسیش میشه این، بعد شما و من بخونیم ببینیم ما تصمیم بگیریم میخوایم همچین فارسی صحبت کنیم یا نه خیر نمیخوام. اینم از این ماجرا. خب دوستان عزیز، ساعت میخواستم 3:45 شد 3:46. امیدوارم هر جای دنیا هستید خوب خوش سلامت شاد باشید. حمایت از تلویزیون مردم رو فراموش نکنید. ویدیوی ما رو با دوستانتون شیر کنید، خودتون در برنامه ما شرکت کنید. و یه نوشته ای رو فقط بهتون گفتم، یک خانمی نوشته، بذارید من اگه پیداش کنم به انگلیسی ولی به فارسی بهتون میگم که ایشون چی نوشته. و حالا اگه بتونم پیداش کنم، فکر کنم زیر برنامه آقای مینویی بود. خلاصه ماجرا این بود که ایشون نوشته بود ما همه ایرانی ها چنین و چنان. گفتم اشکال شما اینه که فکر میکنید شما ما هستید و همه با شما هم فکرند، نیستند. خانم اسم این خانم هم منا بود، بذارید ببینم میتونم پیداش کنم.
بهش میگم خانم شما وقتی اینجوری میگی، اونایی که اونای دیگه ای که هستن زندگی میکنن با آخوندا هستن، خود آخوندا، بچه آخوندا، اینا رو چه جوری میخوان جواب بدین؟ اینا رو میخوان چه کار کنین فردا؟ خب اونا میدونن لابد نظر شما چیه. بله اینه، بذارید براتون. مونا الیشا: We are all Iranian and none of us are happy that an Islam. میگه که همه ما ایرانی هستیم و هیچ کدام، ببینید همه قدر مطلق، هیچ کدام قدر مطلق نیست. اینجوری خانم، برید این فیلم 50 Shades of Grey رو ببینید تا بفهمید دنیا سیاه و سفید نیست. بعد میگن که We are all responsible for our country. این من نمیفهمم کی responsible، کی مسئولیت میده، کی وظیفه میده. شماها معنی وظیفه، خدمت، مسئولیت اینا رو نمیدونید. من مسئول نیستم. موقعی مسئولم که یه نفر به من حقوق بده، در قبال حقوق یه کاری انجام بدم، وقتی دارم اون کار انجام میدم. من مسئولم جوابگو باشم. این مسئول. وظیفه، موقعی من وظیفه دارم که یه نفر یه پولی بده، من در قبال اون پول باید وظیفه انجام بدم. خدمت یه چیزیه که من خودم دوست دارم خدمت انجام بدم. حالا این خدمتم خوشنودی باز اون روز گفت شما نمیتونی اگه یه نفر کنار خیابون ماشین تصادف کرده بیای میخوای خدمت کنی، یه کاری کنی، فردا یقتو میگیرن، سود میکنن، میگن این گردنش صدمه دیده بود ولی تو کاری کردی که قطع نخاع بشه. در صورت دوستان، محض رضای خدا به هر چیزی که باور دارید، به هر چیزی که معتقد هستید، هر آشغالی رو برای دوستانتون نفرستید. وقتی یک چیزی براتون میفرستن اول فکر کنید ببینید چیه این، بعد وقتی برای دیگران میفرستید نظر خودتونم بنویسید که من اینو دیدم و باهاش مخالفم، من اینو دیدم باهاش موافقم. نظر یادتون نره. تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. به ایشون میگم که شما نوشتی We are experienced 40 years of Islam that did not work. میگه که ما تجربه کردیم 40 سال از حکومت اسلامی که کار نکرده. خب اگه اینجوری باشه شما هر جای دنیا که بری هر حکومتی رو میتونی بگی اینقدر تجربه کار نکرده، پس هر روز اینا باید بریزنش به هم. نمی کنن، اینجوری نیست. شما داری همه چیز رو یا سفید میبینی یا سیاه. من به ایشون نوشتم شما میتونی امید داشته باشی، امید چیز خوبیه، ولی رویا و خیال بافی فکر نمی کنم. روز و روزگار بر شما خوش. حالا اجازه بدید یکی یکی من خاموش کنم قبل از اینکه باز دوستان بگه. خلاصه کارمون خیلی خرابه. اکبری باریکلا، اکبری از من جوان‌تر بودی یا پیرتر یادم میره. خلاصه کارمون خیلی خرابه. و خوشنودی هم میگه این قدر مطلقا مغلطه است، مثل این که الان یک عده میگن همه ایران فهمیدن که شاهنشاهی میخوام. خب همون یه اولاغش این احمدی نژاده، یکی میگه آخه پوفیوز اگه شاهنشاهی میخوان 8 سالش به خاطر توه، 8 سالش به خاطر اون کی بود، خاتمیه، 8 سالش به خاطر همین خامنه‌ایه، 8 سالش به خاطر رفسنجانیه. 5 تا رئیس جمهور بودید، 8 سال چنان گه زدید به خودتون و سیستمتون که مردم شما رو نمیخوان. حالا که نمیخوان جواب شما چیه؟ برو کنار، ولی نمیری کنار، بازم وایسادی. حالا که وایسادی بیا با مردم فراخوان بده. 19 فراموش نکنید، خانم مریم رجبی فراخوان داده شورش، کانونهای شورشی. حتما برید تو بیابون بگید من کانون شورشی شماره 500 هم، من دوست دارم مسعود رجبی بیاد رئیس جمهور بشه. مسعود رجبی که مرده نیستش، خره. خب همسن هستیم، خیلی هم خوب. خب دوستان عزیز دیگه واقعا باید بریم. به امید دیدار روز جمعه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک. روز روزگار بر شما خوش.